درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن خواهش میکنم از همه شما خانم آقایون، شما همیانان عزیز، لطف و محبت بفرمید مثل همیشه خانه خودمون رو، سنگرمون رو نگه داریم. با یک جهان سپاس از طرف خودم و همه عاشقان ایران آریایی، همه بینشگران و عزیزان سنگر ایران آریایی، به ویژه همه بچه های داخل کشور که از شما خانم آقایون سپاسگزاری میکنن بابت این همه مهر و محبتتون که باعث نگهداری سنگر ایران آریایی شد. بچه از داخل کشور پیام زیاد فرستادید و من سعی میکنم تو هر برنامه چند تاشو پخش بکنم. شماره گذاری شده به ترتیب، مطمئن باشید همه رو پخش میکنم
و یکی دوتا از پیام ها حواستون نبوده اومدید به که تسلیت میگم، تبریک میگم، تبریک گفتید. خودتون یک بار دیگه پیام ها رو نگاه کنید و عرض کنم تصحیحش بکنید و برگردونید. پیاماتون هم خیلی قشنگ فرستادید، تصویر و اینا، نه از خودتون البته، و به هر حال عالی بود کارتون. چند تا مورد هست، من امیدوارم بتونم اینا رو امشب بگم، اگر نمیمونه برای چهارشنبه. و به خاطر تشریف فرمایی اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی به قاهره که در مراسم عرض کنم سالگرد اعلیحضرت شاهنشاه خدایگان آریامهر بزرگ اولیحضرت تشریف داشتن در مصر، یه سری اتفاقاتی افتاده و من اینا رو یه توضیح میدم. اگر رسیدم چند تا مورد دیگه هم هست که مورد اصلیش در مورد برنامه روز عرض کنم خدمتون یک شنبه است، یعنی دیشب، برنامه صدای شما با تلویزیون به اصطلاح با سنگر ایران آریایی صدای مردم، که با کمال تأسف به دلیل اینکه من متاسفانه وقت نیست، وقتم کمه، به یکی از بچه هم سپردم که ایشون متاسفانه دم دست نبود و لحظاتی پیش رسید که دیگه فایده نداشت. من حالا سعی میکنم روز چهارشنبه اون تیکه مورد نظرم رو بدم، ضبط کنم، بیام و برای شما پخش کنم. و در مورد جناب آقای آریان وطنخواه هستش که ایشون یک مطلبی رو فرمودن و خب طبیعتاً تو برنامه لایو و صحبت که آدم میکنه از روش میگذره و اون لحظه چون برنامه زنده است، خیلی ها این طبیعی هم هست از کنار حرفا میگذرن. باید بریم بازپخش برنامه رو ببینیم که عرض کردن برنامه های ایشون و بانوان پرستو اصلانی و دکتر مرجان روحانی در کانال یوتیوب هست، که هر کدوم از شما عزیزان علاقه من هستید میتونید به کانال یوتیوب مراجعه کنید، که توی کانال تلگرام خودم هم گذاشتم، میتونید اونجا ببینید و اون کانال رو دیگه برای خودمون سیف کنید و برنامه رو اونجا دنبال کنید. بنابراین یک صحبتی رو داشتن آقای وطنخواه عزیز که من متاسفم نشد که این دوست عزیز ما دم دست نبود. حالا من به شما میگم، شاید یادتون باشه، آقای وطنخواه یک شنونده روی خط اومدن، یه مطالبی رو فرمودن ایشون و آقای وطنخواه توضیح دادن که آقا جون این قشر خاکستری که شما میگی، اصلا بیایم فرض کنیم، حالا من لغت به لغت نمیخوام بگم ولی مضمون کلام ایشون این، فرض کنیم آقا 1,000,000 هم الان اومد تو خیابون، ما تا پشتیبانی بین المللی نداشته باشیم به جایی نمیرسیم، کار سختی است. و اون هم میهن ما هم نه که حالا این هم میهن ما لج کنه یا مقصود بدی داشته باشه، نه، مشخصه از کلامشون که انسان میهن پرستیه، دلسوزه و مدام تاکید میکنه، چندی بار من صدایشون رو شنیدم تو برنامه ها، تاکید میکنه که نه آقا تا مردم نیان تو خیابونا هیچی نمیشه. این حرف شما از یه جنبه درسته که در نهایت مردم باید بیان تو خیابونا و تکلیف رو مردم روشن بکنه، اما همین عزیز آقای وطن خود توضیح دادن و عرض کردم متاسفانه توضیحشون توی برنامه لایو مستقیم، چون صحبت که آدم میکنه دیگه، ایشون که نیومده برنامه اون روز برنامه سازی بکنه و با شما گفتگو کنه، ایشون داره جواب تلفن ها رو میده و مجبور به هر کدوم از شما عزیزانی که رو خط میان اگه لازم باشه، چون قرار شما حرف بزنید، دیگه قرار نیست که آقای وطن خواست صحبت کنه، ولی ایشون وقتی که لازم باشه یه توضیحاتی رو در رابطه با صحبت های شما عزیزان ایشون یادآوری میکنن، تذکر میدن، و این تذکر ایشون انقدر از نظر سیاسی قشنگ، توجه کنید بچه حواستون بدید به من، فرمایش آقای آریان وطنخواه انقدر وسیع بود و انقدر این یک بود بزرگی داشت، من همونجا تو همون برنامه رو که داشتم نگاه میکردم، همیشه من بغل سم یه دفتر و یه خودکار هست، یه سرخطی مینویسم که بدونم راجع به چه چیزیه، این چیه که نوشتم، یه سرمش مینویسم، اونو نوشتم و
گفتم که حتما من باید این موضوع رو یا خود من سعی میکنم دیگه توی مراسم نرم و حتما نباید چهارم و پنجم مرداد ما باشه. به خاطر همینه من دیگه تو تظاهرات ایرانیان شرکت نمیکنم، متاسفم از این بابت. تو نشستاشون خیلی دیگه کم میرم و آخرین بار حدود 2 سال پیش بود، تو برلین بود، که میبینم فایده نداره و به جز سردرد، به جز درد سر چیزی توش نداره. اما من اجازه بفرمایید اول در رابطه با این مسئله مصر یک گفتگوی کوتاهی با شما داشته باشم و بعد عرض کنم خدمتتون بپردازیم به این موضوع بسیار مهمی که جناب وطنخواه، که بازم متاسفم من اون تیکه رو الان دم دستم نیست، عرض کنم خدمتتون یک توضیحی رو من در این رابطه بدم. اگر جناب سیاوش عزیز من حاضر و آماده هستن، چون میدونم خیلی زوده برای پخش فایلا، اگر جناب سیاوش حاضر هستن لطف کنه شماره 1 رو پخش کنه، اگر نه بفرمایید که من ادامه بدم. دست گل درد نکنه، ممنون. بنابراین این سفری که اولیا حضرت داشتن، اول تشریف فرما میشن به آرامگاه زنده یاد پرزیدنت انور سادات. سپاس از شما جناب مهندس، خواهش میکنم لطف موبت بفرمایید. ایران میبینه به مادر ایران سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. قبل از اینکه من فایل دوم از جناب مهندس خواهش کنم پخش کنن، یه فرمایش آقای سیاوش عزیز کردم. خب چون صدای ایشون رو شما نمیشنوید دیگه، من وظیفه اخلاقی دارم منتقل بکنم فرمایشات ایشون رو به شما عزیزان. من با اون دسته ای از ایرانی ها صحبت میکنم که عقل تو سرشون، با عده‌ای که عقل باخته هستن با اونا کاری ندارم. چون ببینید آدمی که عقل نداشته باشه، مخش کار نکنه، مخش زنگ زده باشه، بارهای مثال زدم، یه تیکه گچ، شما یه تیکه گچ رو بذاری یه میخم بردارید با یه چکش، اگر توانستید این میخ رو با چکش سوراخ ایجاد کردین تو اون گچ، من مخلص جد و آبادتونم هست. نمیشه، شما بزنی گچ باز میشه. نکنید و سعی نکنید میزنید دست بالتون رو درد میکنه. مثلا بچه ها شما نکنید کارو. یه ایده خوب مخشون گچه، نمیشه. اما چی گفتن آقای سیاوش عزیز؟ مجلس شورای ملی، هر دو مجلس، مجلسین شورای ملی و سنا، به خدایگان شانشا آریامهر بزرگ لقب آریامهر دادن. آن افرادی که در مجلسین شورای ملی و سنا بودن نمایندگان ملت ایران بودن. گوش نکنید به چرت پرت مصدقی ها و مصدقی های ایران بر باد و توده های امیر خان و بقیه عراض لوباش. آنها نماینده ملت ایران بودند. مجلسین سنا و شورای ملی یک قسمتی بود که در سنا 30 تا بهش بودن انتصابی، که سناتور انتصابی اعلیحضرت بودن، بعد یه انتخابی بودن 30 تا یا 40 تا سناتور انتخابی بودن. مجلس شورای ملی هم با نمایندگان مردم بودن، یعنی شخصی که میگفت من نماینده یزدم، من نماینده یاسوجم، من نماینده بوشهرم، اینا واقعا نماینده مردم بودن. بگذاریم، نمایندگان مردم به شخص محمد رضا شاه پهلوی لقب آریامهر دادن، به تصویب مجلس رسید.
خب همون مجلس به اولیا حضرت فرح پهلوی لقب شهبانو دادن که ایشون شد شه اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی. به قول جناب مهندس انقدر گفتن محمد رضا شاه آقا آریامهر رفت، اصلا آریامهر رو خوردن. ببین وزارت اطلاعات چجوری کار میکنه، از یه مشادم بیشوعو ببین چجوری استفاده میکنه. بعد رفته 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 اومدن حالا شروع کردن به شهبانو میگن مادر 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 مامان. اگر این مادر به مامان مامان جون تبدیل نشد، من سرمو میذارم اینجا، یه گیوتین هم یه تبرم میدم با آقای سیاوش، میگم یه تبر بزن رو سرم. یعنی چی این حرفا؟ یعنی چی؟ همینطوری که یاد گرفتن به شاه علازت شاهزاده دیدی چه قشنگ افتاد تو دهنتون شاهزاده؟ 6 سال میدونی چه پدری از من در اومد که اینو از دهان شما بتونم بگیرم؟ حداقل از یه بخشی، من میگم 1%. پهلوی سوم، پهلوی سوم. میدونید من به خاطر اعلی حضرت سیروس رضا شاه و پهلوی سوم، به خاطر این تیکه‌ای که گفتم، میدونید من چقدر فوش‌های خارمادر، توهین، مورد تمسخر قرار گرفتم و تازه مورد چیز اتهام یه سری میانپرستی که حالا اومده میگن آقا میبخشید، خدا ببخشه. من هر کس بهم میگه آقا میبخشید اومدم بهت فوش داد، اگه میبخشید، میگم نه، من خدا ببخشه، من بخشیدم کره زمین رو به خودتون. آدم بشید، سعی کنیم آدم باشیم. به خدا آدم بودن خیلی ساده است، راستگویی خیلی خوبه. تو وقتی راست میگی دیگه دلیل نداره بگی که الان این دیدم چی به این چی بهش گفتم اون دفعه، گفتم پیش ایرج بودم یا پیش مثلا حسن بودم، پیش محمد بودم، یادم رفت اون چاکرم. همیشه تو شتابی، همیشه تو دلهوله. و یک چیز دیگه هم همینجا لابلا حرفام که به این موضوع ربطی نداره یادم افتاد، یه عدتون دو مرتبه مد شده اومدید برای من بنویسی آقا احمدی دیدم برای شما اینا، من فلانی هستم، رهبر سازمان فلان از سوئد، رهبر فلان از آلمان، رهبر فلان از فلان سازمان فلان، خیلی دوست داشتم با شما یه گفتگو داشته باشم، می‌خواستم با شما خانوما آقایون بنده به چه زبانی بگم، من با هیچ کس تلفنی صحبت نمی‌کنم. تمش بدم آقا خودش گیره، خودمو گرفتم، جس گرفتم هر چی میخواید بگید، من با هیچ کس تلفنی حرف نمیزنم. دلیلش هم اشتباهات خودتون بوده، چرا که ایرانی با یاد گرفته باش حرف میزنی صدا ضبط میکنه. نه که من چیز بدی بگم بترسم، من هر چی به شما در گوشتون میگم جلو دوربینم میگم، ولی این کار ایرانی ها چون کار زشتیه و کسانی که این کارو کردن، شما هم تو دام اونها افتادید و به قول معروف شما هم سوختید. یکی اشتباه کرد همه دارن میسوزن. و من به همه دوستانم هم میگم تلفنی با نه زنان ایران نه با مردان ایران با هیچ کس تلفنی صحبت نکن. حالا مدام هی بیا بنویسید آقا تلفنی، من با هیچ کس جز آقای وطنخواه، جز جناب سرهنگ وزیر، جز آقای سیاوش، جز یکی دو تا انسان هایی که سرم هم زیر گیوتین میذارم و سوگند به همه کائنات میخورم که از اینا انسان ها پاکتر نیست، من با هیچ کس حرف نمیزنم، نمیکنم. آقای مهندس بریم تو شماره آره اول دعا رو نشون بده، بریم تو شماره دعا. آقا مهندس دست درد نکن. دست دردم. این شماره دو رو که الان آقای سیاوش میخوان لود کنن پخش کنن، دستگاه خرابه، کهنه است، یهو استاپ میکنه، گیر میکنه. ایشون باید با ایزار یه بدبختی بی ایمنش میگیره اون ورش بیاد تا درست بشم درست شد براتون پخش میکنه. یک سری بانوان، صدای بانوان رو من شنیدم، آقایون رو نشنیدم، که بنده این بانوان رو نمیشناسم و قرارم نیست بشناسم و نمیدونم کی هستند، خوبن، بدن، دشمن منه، مخالف منه، دوست منه، همرزم، من نمیشناسم. دارن میگن جاوید شاه، یک آقایی اونجا که باید همین الان تصویرشو خواهید دید، اومده میگه با یک حالت بسیار زشت
و با یک توپ و تشر خیلی بد میگه شعار ندین، شعار ندین. و ایرانی هم که منتظر یه همچین داستانهاییه که حالا یه بلمشوی را افتاده تو دنیای مجازی که ملت هم دیگه الان شما دستت بیاد بالا پروندت میرن میکشن بیرون، که حالا برای منم اومده نوشتن که مثلا حالا این آقا من نمیدونم و چیزایی که دارن میگن من هیچی، من سندی که ندارم تو دستم راجبه هیچ کس نظری نمیدم، حرفای زده شده رو به صورت ایما و اشاره به شما میگم، چون آدم نمیتونه به مرحوم تهمت بزنه، اون دور از اخلاق. که ایشون مثلا حالا کی هستن و چی هستن و نمیدونم چه بود چیزی که حالا تو دنیای مجازی راجبه این آقایی که میگه نگید شعار ندید شعار ندید، من اصلا با این مسائل کاری ندارم. روی سخن من آقای قلی پور با شماست، اسم شما رو میارم. به چه دلیلی؟ بنده در دوسلدورف اون موقعی که در دوسلدورف بودم با شما هم هیچ رابطه‌ای نداشتم، یک بارم بر حسب تصادف شما رو دیدم، میدیدیم همدیگه رو، ولی یه بار شما بنده رو به هر حال لطف کردید دیگه با اصرار، خیلی هم اصرار لطفم کردید، ممنونتونم. من اومدم اون خونتون که فکر کنم هنوزم همونجا باشی، توی اون زیر شیروانیه تو اون آپارتمانتون، توی آشپزخونم با هم نشستیم، خیلی هم سپاسگزارم. ما با شما یه پیاله چایی هم خوردیم، نون و نمک شما هم خوردیم. آقای قلی پور من هر چی اینجا بهش میگم، شما شماره تلفن منم دارید، هر موقع خواستید زنگ بزنید، دوشنبه چهارشنبه آدینه من در خدمتونم، یا با برنامه زوم یا به صورت تلفن، هر جور خودتون دوست دارید تشریف بیارید. یه سری سوال ها هست جواب بدید به مردم، نمیخواینم نیاید، چون اسمتون رو آوردم دارم این امکانم به شما میدم که شما تشریف بیارید گفتگو کنید. برنامه امشبم به بچه ها گفتم یوتیوبشو بفرستم برای شما، چون من شماره تلفن شما رو پاک کردم، حالا پیدا میکنم، از دوست مشترکی داریم با هم، از اون میگیرم، فکر کنم مطمئنم شما واتساپ دارین، چون چندین و چند بار تو واتساپ به من تلفن زدید، اینا همیشه میزنید تصویری میزنید که این کار زشتیه، اینو به همتونم بگم، شاید انسان توی شرایطی نباشه شما تصویری زنگ بزنید، هر وقت شما زدید ما هم تصویری زدیم باشه گفتگو کنیم، ولی این کار اخلاقی نیست، کار بی ادبانه است. به هر حال من اینو میفرستم براتون برنامه امشب و توی واتساپ، حالا یا امشب یا تا فردا، به هر حال من برنامه رو میفرستم، فردا نیان از قول ما بگن که این رضا احمدی نکته بود قلی پور دک میداد، چون شما با این تیپ آدم ها متاسفانه مدتی رفیق شدی تو دوسلدورف و کلن آقای قلی پور، ولی چون شما رو میشناسم، شما منو میشناسید، حداقل با هم بارها گفتگو کردیم، بنده اومدم منزلتون رو با هم یه چای نوشیدن کردیم، ممنونم هستم، چای خیلی خوشمزه ای هم بود. بنابراین یه پرسشایی هست، اگر دوست داشتید جواب بیاید جواب بدید برای خودتون، اگر نه منتظر یه بزن بزن باشید توی دنیای مجازی، حالا دیگه خودتون میدونید، چون اگر آقای مهندس حاضر باشن من اینا رو پخش میکنم، بعد میام بله من میام اینا رو توضیح میدم به شما آقای قلی پور که مسئله حل بشه دوستانه، چون ما خیلی گرفتاریم، وارد این بازی ها نشیم، این بازی ها زشته. آقا مهندس برو بریم تو شماره دو، دست گل درد نکن. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خب آقای قلی پور، این آقا و افرادی نظیر ایشون، من اول حرفمو بزنم به شما که بدونید موضوع چیه، فقط هم با شما من کار دارم، من با هیچ کس کاری ندارم آقای قلی پور، دارم شما رو میگم. این فیلمی هم هست که اونجا گرفته شده به من دادن و من چون وظیفه دارم نسبت به میهن پرستان، من پشت بچهای میهن پرست ایستادم، حتی اونا به من فوش بدن از من متنفر باشن. کسی که میگه جاوید شاه، من مثل شیر پشتش وای میسم، حتی دشمن من باشه به من فحاشی کنه، به من حسادت بکنه، از من بدش بیاد، از اصلا به هر دلیلی بخواد سایه منو با تیر بزنه، من مسائل شخصی و عقده شخصی و کینه شخصی باشه، نه مثلا عقده ای نیستم، چون کمبودی ندارم از کسی چیزی عقده داشته باشم، من برم مثلا برم حسادت به چی، حسادت به تیپ یارو بکنم، حسادت به سوادش من حسادت به چی بکنم، من خدا هر چی بوده به من داده ممنونشم، مثلا بیشتر از اینم نمیخوام،
بنابراین حرف من فقط با شماست. ببین آقای قلی‌پور، دوستان مشترک ما که الان یکیشون آقا مرداد در فرانکفورت امسال به دلیل مریضی نتونست بیا، که از بادیگاردا بود اونجا، خودتونم میشناسی، میگن شما هر سال یک عده‌ای رو با خودتون میبرید میبرید قاهره، بعد از این عده یه مبالغی میگیری، یه چیزایی مثل این چیزی که من رو کتم زدم میزنی رو کت اینا، که آقا تو اینجا مثلا همه کاره ای. و چون ما ایرانی ها ندید بدیدیم، یهو هول برامون میداره، یابو برامون میداره، میگه ای پس من اینجا بادگارد شهبانو شدم، پس میتونم به هر کی بگم خفه شو، حرف بزن، تکون نخور، راه نرو، چرا نفس کشیدی اینا. ما کمبود داریم آقای قلی‌پور، هممون در خودمون کمبود داریم. کمبود من مثلا هزار شماره هزاره، مثلا مال شما شماره یکه. ولی ما ایرانی ها به دلیل فشارهای استثمار و استعمار و انقدر تو سرمون زدن، تبدیل شدیم به یه ملت عقده‌ای که کمبود داریم. متاسفانه ما هممون مثل تو اشعار ایرانی، ما تو شعرامون عقده بارون داریم. من میتونم همین الان فل بدای 20 تا شعر خواننده های ایرانی رو به شما بگم که توش راجب بارون خونده. زیر بارون عاشق شدم، زیر بارون ماچ کردم، زیر بارون گریه کردم، زیر بارون بابامو دیدم، زیر بارون ننمو دیدم. زیر بارون ما زیاد داریم. بعد شما اینا رو میبرید اونجا، این چیزا رو میچسونید به کتشون و این مسائل پیش میاد. این یکی از پرسشایی که شما مطرح میشه. پرسش دومی که مطرح میشه این است که آقای قلی‌پور، شما به چه دلیلی این افراد رو میارید اونجا بدون اینکه به اینا بگید که در شعار دادن، در گفتگوی مردم دخالتی نکنن؟ آقای قلی‌پور، شما بیش از 40 سال در کار سیاسی هستید، اقلا 40 سال دارید میرید قاهره و میایید، حالا با خیلی حرفا و حدیثا. همین سفرهای شما توش خودش خیلی حرفا و حدیثا داره، که چندین بارم به من گفتید آقا بریم، گفتم من نمیام، لطف کردید به من فرمودید، گفتم من نمیام، من خودم پاس آلمانی دارم، پول دارم، شعور دارم، 4 تا آیم تیبلم بلدم، خودم میتونم برم بیام. ممنونه. اون کسانی که دوست دارن اونا رو ببرید. در مورد اون گل فروشی های اونجا، پرچما و خیلی مسائل، خب به صورت سربستم دارم خدمتون عرض میکنم. آقای قلی‌پور، من از شما یه سوالی دارم. جاوید شاه شعاره؟ از کی تا حالا جاوید شاه شده شعار؟ شعار مثل اینه که ایران که شاه نداره حساب و کتاب نداره، این شعاره. رضا پهلوی، این از شعار ملی، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، کینگ رضا پهلوی، اینا شعارهای مشروطه خواهانه، نبرده و شعارهای دیگه، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، مملکت و دو دستی تحویل دزدا دادیم و غیر اوزار، اینا شعاره. از کی تا حالا جاوید شاه شده شعار؟ پرسش دوم، از کی تا حالا اعلی حضرت و اولیا حضرت فرمودن آقای قلی‌پور به مردم بگید نگن جاوید شاه؟ حالا چون پرده بعدی رو براتون پخش میکنم، همون که میگفت تو فرودگاه میگفت نو جاوید شاه، از کی تا حالا؟ اگر اعلی حضرت و اولیا حضرت ضد جاوید شاه هم باشن، فرض میگیریم باند اونوریا که مخالف جاوید شاه هم درست میگن، چطور فقط ما باید این حرفو از اعلی حضرت و اولیا حضرت قرض بگیریم بزنیم تو دهن میان پرستان؟ من الان آقای قلی‌پور با شما تو مصرم، تو قاهرم، تو اون جلسم، شما هم از اون چیزا دادید من چسبوندم به خودم، منم الان یابو برم داشته که منم علی آبادم دهیه و قاهرم مثلا پاریسه. خب یه عده‌ای دارن میگن جاوید شاه، اگر من سلطنت طلبم، مشروطه خواهم، پا شدم رفتم اونجا، عاشق پهلوی ام، من چطور دلم میاد برم به چند تا بانویی که اتای دلش داره میگه جاوید اولیا حضرت رو دیدن همه احساساتی میشن، میخوان دستشو ببوسن، پاشو ببوسن، فداش بشن، قربونش برن، ای مادر، ای عشق من، ما هممون اینیم دیگه، اعلی حضرت رو ببینیم، اولیا حضرت رو ببینیم، من چطوری دلم راضی میشه برم به اون 4 تا بانو، به اون آقایون، به اون خانم آقایون بگم نه 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 شعار ندی، شعار ندی، اونم با این لحن، در حالی که ما میتونیم آقای قلی‌پور، ما میتونیم بگیم لطفا بفرمایید بشین، بگی بشین، بگی بتمر، ما
تو آلمانی هم داریم دیگه بیت نمنزی پلاس زیستیش هینزیتسن داریم دیگه، تو آلمانی هم داریم، تو انگلیسی هم داریم، خب زیستیش هین یعنی بتا مرد هینزیتسن بگی بشین بیت نمنزی پلاس، خواهش میکنم بفهمی بشین، پس داریم تو زبان آلمانی هم. خب آقای قلی‌پور ما میتونیم بریم بگیم امیان عزیز من خیلی معذرت میخوام ببخشید با این لحن منم مثل شما عاشقم فعلا یه مقداری سرکت رفتیم بیرون هممون با هم میگیم جاوید شاه، به نظر شما این لحن قشنگتر نیست یا اینکه من بیام میگم نه شعار ندین شعار ندین؟ آیا به نظر شما این تولید اشکال نمیکنه در حالی که همه ما عصبی هستیم، همه ما مشکل روحی روانی داریم، همه ما دلخسته هستیم، همه ما دلشکسته هستیم، همه ما بغض تو گلوامون هم. من هر بار که من 38 سال بغض تو گلومه آقای قلی‌پور و هم میانان عزیز، شما خاطرتون هست دیگه زنده یاد عزیز اصلی تیم فوتبال داشتن تو دوسلدور، یادتون میاد من اونجا بازی میکردم دیگه و تظاهرات ها، نشست ها، عشقا، لبخند ها. خب ما هممون حال روحیمون خوب نیست، من فوتبال که بازی میکردم همون لحظه به فکر امجدیه بودم، بارها اتفاق افتاد و توپ می اومد بلند شدم سر بزنم، سر رو می زدم ولی خیال می کردم تو امجدیه دارم سر می زنم. خب این درست نیست آقای قلی‌پور و خیلی سوالای دیگه. من تموم می کنم این بحثو، فقط عرض کردم بازم به شما آقای قلی‌پور، دوشنبه چهارشنبه آدینه هر موقع وسط برنامه زنگ بزنید به جناب سیاوش با تلفن، چون شما اشتهره هستی که همه میشناسن شما رو، تونستید با زوم خوش اومدید، نتونستید با تلفن، دوشنبه چهارشنبه آدینه من در خدمتونم، پیامم برای من بذارید، تلفنم بزن، من تلفن شما رو مجددا وارد دستگاه تلفنم میکنم، هر موقع هم خواستید به من پیام بدید، میشینیم گفتگو میکنیم، هماهنگی میکنیم. بیاین فردا نگید من پشت سرتون حرف زدم، من آدم نامردی نیستم. جمله پایانی هم بگم تمومش کنم، آقای قلی‌پور یه عده دور و بر شما رو گرفتن، آقای قلی‌پور خوب گوش کنید بهتون چی میگم، من برادران شما نصیحت کنم، چون شما هم والیبالیست بودید به گفته خودتون باشگاه تاج بودین و چه ورزشکاری ورزشی بهت میگم برادر، یه عده دور و برت گرفته، اینا همشون بچهای اطلاعاتن، این آقا رو نمیگم ها، شما میدونید من کیا رو تو کلن و دوسلدورف میگم، اینا همشون بسیجی هم. همشون بو میدن، خود دادید، من مردانه و دوستانه بهتون گفتم. آقای مهندس شماره 3 هم بگیم که بریم بپرزیم به مهمترین صحبت آقای آریان وطن خواهی عزیز، بریم تو شماره 3 آقای سیاوش عزیز. خب سپاس از شما. این جاوید شاه خانم آقایون، من ازتون خواهش میکنم، من این تیکه ها رو میذارم تو کانال تلگرام، اگر فرصت بود از آقای سیاوش خواهش میکنم یک بار دیگه نشون بدن، استدعا میکنم، من یه بچه خیلی تیزیم تو این چیزا، تو زندگی شخصی خودم خنگم، یه بچه دختر پسر 14-15 ساله سر منو کلا میذاره، باید بگم نه بیشور باشم، آدم ساده ایم، من خیلی میکنم همه مثل خودم فکر میکنم، من روزی که آدم آلمان خیلی میکنم همه مثل من، آدم آلمان اینجا مثلا میگن جاوید شاه، یه نمی مثلا من پدر سوختم. من میخوام یه مطلبی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، چهره اعلی حضرت رو که با این چیز دستیه داریم میاد که چمدونشون گشتن از اروپا تشریف فرما شدن به امریکا، چهره اعلی حضرت رو نگاه کنید وقتی این آقا میگوین نو جاوید شاه نو جاوید شاه سپاس شاهزاده سپاس شاهزاده، چهره اعلی حضرت رو نگاه کنید. خانم آقایون، درود به شرف این آقای سیاوش، اولیا حضرت شهبانو فرع پهلوی اسنادش هست و صداها هست، فیلم ها هست، من خودم دارم، تا چند سال پیش
رضا پهلوی وارث تاج و تخت و اولیا حضرت اعلی حضرت خطاب میکردن. من خودم شاهدم چندین و چند سخنرانی از ایشون در فرمایشاتشون در مصاحباتشون اولیا حضرت فرمودن رضا شاه دوم و بعضی جا هم فرمودن اعلی حضرت رضا پهلوی. همسر اعلی حضرت بارها اعلی حضرت رو در خیابان در مصاحبه اعلی حضرت خطاب کردن. فیلماش هم من دارم، من دروغ نمیگم. صاحب عزا مشکی پوشیده، قرمز پوشیده. من از صاحب عزا دیگه صاحب عزاتر شدم، از پاپ کاتولیکتر شدم. اولیا حضرت بارها فرمودن اگر ایشون یعنی رضا پهلوی وارث تاج و تخت نباشه، ما داریم در خاندان خودمون کسی رو که سلسله پهلوی رو ادامه بده. این حرف میدونید یعنی چه معنایی داره؟ یعنی ما نمیذاریم پهلوی بمیره. جاویدشاه یعنی ما نمیذاریم پهلوی بمیره. این جاویدشاه چه اشکالی برای شما داره؟ چرا؟ چون ایران آریایی اومده اینو گفته، چون من گفتم، چون آقای وطنخواه گفته، چون چه اشکالی داره؟ این جاویدشاه به کجای شما ها زور آورده؟ خب ما بفهمیم. اگر من سلطنت طلبم، مشروط خواهم، طرفدار نظام پادشاهی هستم، یا اینکه تخم ترکه قجرم. اگر من طرفدار نظام پادشاهی هستم، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی جاویدشاه. اگر نیستم پس غلط میکنم خودم رو بیارم تو این جمع قایم کنم، مثل اون مسروق چی که رفته صندلی گذاشته همین آقای قلی‌پور صندلی براش گذاشته که حتما بشینه نزدیک اولیا حضرت که بگه ببین من چقدر با خاندان پهلوی نزدیکم. آخه ما چرا تو این جلسات نمیریم؟ چون بعد صندلی میره تو سر یارو. خب ما که نرفتیم جلسه به هم بزنیم، نمیریم راحت تر. خب من اگه اونجا بودم یکی میومد به من میگفت شعار ندی شعار ندی، خب من مثل اون آقایون نیستم اونجا ساکت بشینم با داشتن خیلی اطلاعات. بچه پایان بحث آقای قلی‌پور، پس میدونید که من چیا گفتم. آقای مهندس برین تو شماره 4 علی شیره‌ای ابر بیناموس تاریخ بشریت. دست گل درد نکن بچه، زنگم بزن. بین امضای حکم مشروطیت و روی کار آمدن یک دیکتاتور خشن بیرحم وابسته ای مثل رضا خان حدود 15 سال بیشتر فاصله نشد. همه زحمات ملت با روی کار آمدن رضای پهلوی برباد رفت. خصوصیت و شاخص مهم حکومت پهلوی اول که 4 سالش تقریبا به صورت نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح و اینها بود، بقیهش هم به عنوان سلطنت بود، پادشاهی بود. خصوصیتش عبارت بود از یک طرف دیکتاتوری خشن و مظلوم کشی و فشار به ملت، و از یک طرف ذلت و اطاعت و انفعال در مقابل عوامل خارجی. رضا شاه رو انگلیس‌ها سر کار آوردن، هر چه اونا خواستن انجام گرفت در کشور، هم در باب سیاست، هم در باب فرهنگ، هم در باب نوع اداره کشور. همونی که اونها میخواستن اون اتفاق افتاد. منابع ملی به غارت رفت، قرارداد ظالمانه نفت که در حال در شروط انتها بود 30 سال اضافه شد، با مردم سختگیری و سرکوب انجام گرفت، با دین و دینداری و روحانیت که عامل مهمی در حرکت مردم بود صریحاً علناً مبارزه شد. بعد هم در اواخر دوره وقتی که اونها احساس کردند که رضا شاه یک گرایشی به آلمان هیتلری پیدا کرده با شروع جنگ جهانی دوم و حرکت‌های
آلمان که نشان میاد داره پیش میره و اینها، یک گرایشی پیدا کرده بود. همین انگلیسایی که او رو سر کار آورده بودن آمدن او رو دستش گرفتن، گفتن که اخراج، او رو تبعید کردن و پسر نالایق او رو به جای او نشوندن و همون سیاست ها ادامه پیدا کرد. سپاس از شما جناب مهندس‌هاش گرامی. خوب توجه کنی خانم آقایون، عمیانان عزیز، به قول آقای سیاوش عزیز، مردی که تو شدی چوپان دروغگو، تو اگه الان بیای بگی ساعت 12 ظهره و واقعا هم 12 ظهره، مردم میگن دروغ میگن شیره، یعنی مثلا ساعت 8 شبه. بچه‌ها مزخرفات اینا رو اگه میخواییم پخش کنید، نه که روش تفسیر کنید و بیایید بگید که کجا در زمان شاه مثلا استبداد بود، کجا انگلیس ها رضا شاه رو، نه، کار از این حرفا گذاشته. به یه جنبه دیگه قضیه نگاه کنید، به اون جنبه که گفتم راجب آقای آریان وطن خواه، به یه جنبه دیگه یه حرف گوش کنید، به این جنبه نگاه کنید که کار فرقه تبهکاران به جای کشیده در روزی که به قول خودشان یک الدنگی رو به عنوان رئیس جمهور، رئیس جمهوری یه درصدی نهیده بودیم چیز تنفیز بکنن و همین چرت پردا بینن، آفتابه بدن و آفتابه بگیرن، یه مشتم تن لش جمع کردن مال سفارت چرچیزستان و یک بوی چوس و گندی الان اونجا جمع شده، باور کنین از اون بالا نشستن پش پش دارن گلاب میزنن که این جلسه بو گند پا و عرق و بوی دهن، و چون آدم حسابی که ننشسته اونجا، آدم حسابی که نمیره پای منبر احمق بشینه، این شیره ای. بعد یه مشتم از این بدبختای بیچاره، مثلا سفیر آلبانی ساز معاونشو فرستاده، سفیر مثلا اون طرف دهاتای مثلا اشقابات، بعد میگه این سفیر ما سفیر زیار اونجا آشماش درو کنه، آشپز سفارت مثلا ترکمنستان، آشپز سفارت قرقیزستان، باغبون سفارت قزاقستان، میدونی بعد چقدر پولم به اینا میدن، فرش بهشون میدن، پول میدن، پاشو میبوسه، دستشو میبوسه، میگه بالاخره بذار من ایزدو ببوسم، تو بیا اینجا بشین در این مراسم شرکت بکنی. از این خوشحال باشید که در چنین شرایطی بعد از 40 و اندی سال اشغال ایران که گفتن موندیم و تموم شد و زدیم و بردیم و پیروز شدیم، مجبورن در چنین صحنه‌ای، در چنین لحظاتی، در یک چنین وضعیتی بیان هنوز برگردن به 45 سال پیش که ای ایوهان ناس راست را نرین، آمیرزا علی آقا خیار کاشته، چی شده؟ هیچی، آبشو کشیدن چلو شده، رضا شاه اخ بوده، دیکتاتور بوده، ایران ساید آورده، نوکر انگلیس ها بوده، اونا آوردن، اونا آوردن، مشروطیت اینطوری بوده، اخ بوده، بد بوده، پسرش از اون دیگه بدتر بوده همین برای ما پیروزیه، ما همینو میخواستیم، تموم شد. بس این نشان میده، حالا میخواد نتیجه گیری اخلاقی بکنیم، این نشان میدهد که علی شیره‌ای پشت اون پردهه وضع خرابتر از اون چیزی که حتی من سلطنت طلب دارم فکر میکنم. تموم کارتون، یعنی کار از یه پوشک و تو پوشک هم گذشته. برای همین آقای نتانیاهو تشریف میارن به سنای امریکا، تو چیز کنگره امریکا، فهمیدید که از پارسال تا حالا جریان چیه؟ تازه فهمیدید که چرا اعلیحضرت تشریف فرما شدن به اسرائیل؟ تازه خیلی چیزا رو تازه میخوایم بفهمیم. آقای مهندس بریم تو شماره 5% درد میکنه، اولین پیام بلندی هم هست. بچه ها اینقدر پیام ها رو بلند نفسید، خدا وکیلی تو 2 دقیقه، ولی حالا ما استثنان این رو پخش میکنیم. درود بر شما عمورزای عزیز، درود بر خدایگان رضا شاه بزرگ و آریا مهر بزرگ. اما رضا میخواستم بهت بگم که شما کار خیلی بزرگی کردی توی رسانه، به قول خودت میگی این همه طبیله، تنها رسانه بودی که ما الان تازه داریم میفهمیم که ما میخواستیم به کجا ببرید. من تازه دارم به این صحبت شما میرسم که گفتید نبینین چی میگی یا چی میگه، ببینیم ما شما رو میخواد به کجا ببره. ما تازه فهمیدیم شما همون تلویزیونی بودیم و همون شخصی بودی به کل تیم، آی آریان وطنخواه، آی سیاوش، خانم مهناز، ارسطو اصلانی، همه، سام فیروزی عزیز، همه تون با همدیگه ما رو اون جایی بردید که باید می بردید. من بی اغراق میگم شما ذهن ما رو همون جایی بردید
که شاهنشاه آریامهر بزرگ تو سال 57 دوست داشت ملت اون موقع این دیدو داشته باشن، این دیدی که ما الان داریم. نمیدونم این پیام من پخش میشه یا شنیده میشه توسط شما، ولی که همیشه شما خوب بودی و پیامای ما رو گوش کردی و میخوام بگم که شاهنشاه رضا شاه دوم، پهلوی سوم، ما دیگه فهمیدیم ما دیگه گول انگلیس رو نمیخوریم. تا هزاران هزار سال دیگه ما دیگه گول انگلیس رو نمیخوریم. شاهنشاه شانشه برای انقلاب اینا دولتی هن که تفنگ دارن، مردم الان تفنگ ندارن، ولی این شبکه کاری کرد با انتقاد صحبتهای شما، با تفسیر صحبتهای شما، که ما فهمیدیم راه درست چیه، تازه همدیگر رو پیدا کردیم. این که زیر 10% کل کشور بدونیم با این حکومت و با این نظام هستن و دلشون باهاشونه، که خیلی هاشونم شاید 90% همین 10% هم به خاطر موقعیت شغلی و کاری که دارن انجام میدن مجبورن که بخوام برن رأی بدن. اینا 1%ن. عمو رضا اینا 1%ن. آدم آتیش میگیره. یه جماعت 1%ی به یه جماعت 99%ی بخواد حکومت کنه. من تازه به حرفای شما راجع به چپ دنیا و توده‌ای رسیدم که اینا همه چیز رو میان برعکس جلوه میدن. همه چیز رو خوب و بد میکنن، بد و خوب میکنن. شعارهاشون این بود که آقا جماعت 99%ی داره حکومت میکنه به جماعت 1%ی، ولی ما الان فهمیدیم نه، جماعت 1%ی که میتونه حکومت کنه به جماعت 99%ی اگر مردم اونجا آگاهی نداشته باشن، بینش سیاسی نداشته باشن. شاهنشاه پدران ما رو، مادران ما رو ببخش. این نسل تا ابد و دهر دیگر گور انگلیس و روسیه و آمریکا و اروپا و گول هیچ کس را نمیخوره. عمو رضا کارت خیلی درسته و اینکه به جرأت میگم ما تو این چند سال مخصوصا بعد از اعتراضات سال 2581 شاهنشاهی، مهسا امینی به واسطه برنامه‌های شما که دهن به دهن چرخوندیمش، کلیپاتونو توی تاکسی، توی مترو، من خودم به شخصه پخش میکردم با صدای بلند که مثلا خودم دارم گوش میکنم ولی بقیه میشنیدن، هی به گوششون میخورد. به سهم خودم تونستم این کار رو انجام بدم. فرکانس شبکه شما رو روی کاغذ کوچیک چاپ میکردم و سوار تاکسی جایی میشدم میچسبوندم، یا با یکی صحبت میکردم حرفای شما رو گوش میداد، میگفت ای آقا چقدر خوب داره صحبت میکنه، چقدر داره ما رو آگاه میکنه، میگفتم بیا ماهواره هاتبرد همه تون هم دارید، اینم فرکانسشه، شب برو بزن اسنپ، حالا هر مکانی که میشد. ما دیگه سعی کردیم دیگه خودمونم تو شرکت خودمون تو کار خودمون نامه اداری که میزدیم دیگه نمیگفتیم با سلام، میگفتیم با درود، نمیزدیم با تشکر، میگفتیم با سپاس. سعی کردیم از کلمات فارسی تر استفاده کنیم. عمو رضا تلویزیون شما، خود شما، همه همکاراتون ما رو یه میهن پرست درست بار آوردید، همون میهن پرستی که شاهنشاه آریامهر دوست داشتن در سال 57 داشته باشن. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. سپاس از شما جناب مهندس شاهنشاه گرامی. خیلی نکته ها نهفته بود در صحبت های این جوان و من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم واقعا میگم، و مغرورم و خوشبختم، و خوشبختم از اینکه وقتی به شما عزیزان عرض میکنم که به خدا قسم صحبت طرفداری نیست، صحبت تبلیغات نیست، من چه بگم چه نگم انسان باید به عقل خودش رجوع کنه. سنگر ایران آریایی در ایران انقلاب پهلوی رو انداخت. اگر یک هفته اینجا درش بسته بشه، من از شما سوال میکنم از این دوشنبه تا اون دوشنبه نام یک دونه از این طویله ها، اینا تلویزیون نیست، اینا طویله است، نام یک دونه از این طویله ها رو بیاری که یک هفته بشینن با این محتویات راجع به پهلوی، راجع به
تهیج کردن مردم و دعوت مردم به خیابان‌ها برای یک کارزار، برای یک نبرد با فرقه تبهکاران بیان گفتگو کنن و همچنان اینطوری بچسبن به اصل قضیه، یعنی اسلام ارتجایی. بگی اسم یکیشون رو به من بگید، به شرفم سوگند من حاضرم برم اونجا $1000 بدم بگم آقا من اومدم یک دقیقه اینجا بگم درود به شرفت، اینم $1000. اسم یه دونه از این تحویله ها رو بیارید، کدومشون؟ شمس الله سیمکش با باند علی منقلی و برون شطور، این لگن فروش که اینکه هیچی دیگه، خب این اصلا هیچی دیگه، این به قول جناب سرنگ بازی این که دیگه جنازه زدن به جنازه که لگت نمیزنه که. خب دیگه کدومشون؟ اون ساربونه که تو لندنه نوکر عربا، طویله صدای آمریکا، طویله اینترآشغال، طویله بی بی سی، کدوم یکی از این بنگاه‌های لجن پراکنی؟ نه خودمونی. من خوشوقتم و خوشحالم و خوشبختم از این که میبینم سنگر ایران آریایی کاری کرده که الان یه نمونهشو براتون پخش میکنم. بچه‌ها با داشتن پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران تو چشمتون کورشه، تاجم گذاشتن وسطش در لندن در کنار میهن پرستان انگلیس، رفتن و دارن افشاگری میکنن بر علی اون قاسم بچه کش، علی شیره‌ای و فریاد جاویدشاه جاویدشاه. و جالبتر این که این کلیپایی که درست میشه صدای بانو پرستو اصلانی رو برمیدارن، بچه‌ها میذارن روی این کلیپا و پخش میشه و آفرین و بکنید بچه‌ها هر جا که بچه‌ها تظاهرات را میندازی. خب حالا کار ندارم یه عدتون حسادت زنانه است مردانه است، نمیدونم چه مرگتونه، ولی الان وقت حسادت نیست. پیام‌های میهن پرستانه بانو پرستو اصلانی رو، پیام انسان‌هایی که میهن پرستن، نه پولی گرفتن، دل واسه کشورشون می‌سوزونن، این سروده های قشنگ رو میخونن. همونجا که جمع شدید یه لحظه ای که دیگه خسته شدید، نمیخواید به قول معروف شعاری بدید، یه 4-5 دقیقه میخواید یه ذره استراحت کنی، یه ذره آرامش بیاد، یکیتون بیاد یه دونه، هم که از این تلفن ها دارید سری توی سایت ها هم هست، صدا هم هست، همه چی هم هست، بذارید دم اون بلنگو این صدا رو پخش کنید. این چه قشنگشون میخونه، صحبت خوانندگی که نیستش که، صحبت سروده، سروده ملی، جاوید شا جاوید شا جاوید رضا شا. بعد این خب این محفل ما هم جاوید شاییه دیگه، مرد تو شور قیافه هر چی آدم حسود رو برم، جاوید شا جاوید شا پدر سوخته ها. من میدونم کجاتون میسوزه آقای مهندس. بریم تو شماره 6. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، آفرین، باریکلا. عکس های اعلیحضرت رو پرچم، تاج شاهنشاهی رو پرچم، بعد اون آقا به خدا شاهزاده ام راضی نیست، چون خودم رفتم توی منزل ایشون به خدا تخم درست کرد نداد مو بخوری، به خدا ایشون هم راضی نیست، تا دندتون نه، تا چشمتون کور، تا بسوزی جاوید شا جاوید شا تا چشمت کور بشه، تا دندتون نه، تا چشمتون کور بردی خوشمزه بود، جاوید شا جاوید شا تا دندت نرشه، تا چشمت کور بشه، تا به تیر غیب بیای، به اسفر و سافرین بیای، حاضر روزی 1000 دفعه زیر کامیون بری این جمله رو نشنوی، چشمتون گرشه جاوید شا جاوید شا تا چشمتون در بیاد. آقای مهندس برید تو شماره 7، دست گل در نکنه پیام بعدی، مردشون رو قیافاتونو بارم.
با درود به جناب آقای رضا احمدی بزرگوار، چهارم و پنجم مرداد سال روز دو ابرمرد تاریخ ایران زمین، اعلی حضرت رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و اعلی حضرت همایونی محمد رضا شاه پهلوی بر ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می کنم. به امید روزی هر چه زودتر پیکر پاک به امانت سپرده شده به وطن بازگردانیم. پاینده ایران شاهنشاهی و تا ابد جاوید شاه. مرگ بر پنج فاسد: ملا، چبی، مجاهد، تجزیه طلب و مصدق. درود بیکران به استاد و پهلوان عزیزمون جناب احمدی. آسمانی شدن دو خدای بزرگ ایران، رضا شاه بزرگ و آریان مهر بزرگ را به تمام انسان‌های روی کره زمین تسلیت می‌گیم. پاینده ایران جاوید شاه، زنده و جاوید با سلسله پهلوی، خاطره از اصفهان. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آفرین، باریکلا، باریکلا به خاطره از اصفهان، باریکلا به اون بانو. آفرین به شما نوجوانان و جوانان، آفرین به شما بانوان، آفرین به شما آقایون. بگید بگید جاوید شا، جاوید شا، جاوید رضا شا. بگید بگید بسوسودید اینا رو. 45 سال جاوید شا رو دهنتون گرفتن به این روز انداختنتون. 45 سال این دنیا الان راجب آقای وطنخواهیاتون نرا چه قشن فرمودن آقا. تا ما این دنیا رو حالا داریم میریم رو جریان آقای وطنخواه، حواستون بدیم به من. تا ما این دنیا رو پشت سر ملت ایران نیاریم، نکته کلیدی جمله آقای وطنخواه رو گوش کنی، خیال نکنید ایشون بعدشون میاد 1,000,000 بیاد تو خیابون. نه خیر، هیچ کس بعدش نمیاد. اما بگیرید شاه بیتو، کلامو بفهمی. اگه 1,000,000 بیاد تو خیابون، این اون 1,000,000 رو دنیا حمایت نکنه، با تانک و توپ میکشن. من الان براتون مثال میزنم، وقت هست؟ خوب گوش کنی، حواستون رو بدید به من. وقتی میگم صحبتهای آقای وطنخواه باید باز بشه، الان من براتون اینو بازش میکنم، خوب توجه کنی. من براتون چند تا مثال میزنم. همتون جریان گاندی رو میدونید، مهاتما گاندی. گاندی گفت به دور از خشونت. حرکت آغاز میشه در هندوستان بر علیه استعمار هند، استعمار انگلیس بر علیه هندیا. هند موفق نمیشه تا چه زمانی؟ تا زمانی که گاندی اون لباس مخصوص خودشو با اون عصاب و با اون لباس مخصوص هندیا میره تو انگلیسی، که اتفاقا اون روز هم سرد و بارونی و تو اون پاییز زمستون انگلیس وارد لندن میشه. وقتی گاندی جهانی شد، دنیا اومد پشت جریان هند، به استعمار انگلیس فشار آوردن، هند استقلال خودشو گرفت. طبیعیه که انگلیس ضربشو زد، جریان پاکستان و محمد علی جناح رو انداخت. اون یه داستان دیگه است، اونو بذار کنار. ولی دنیا اومد پشت گاندی. مهاتما گاندی با بیش از 350 میلیون هندی که همه را متحد کرد، نمیتوانست بدون حمایت جهان، به ویژه شوروی و امریکا، موفق بشه. اسناد و مدارک و داستاناش هم هست، برید بخون، برید مطالعه کن. میریم توی آفریقای جنوبی، همین الان کشورهایی که آره آفریقای جنوبی رو براتون مثال بزنم. نلسون ماندلا بیش از 26-27 سال، اگه اشتباه نکنم نزدیک 30 سال در زندان بود. زندانبانش هم انگلیسا بودن، بر علیه رژیم آپارتای، یعنی رژیم نجات پرستانه آفریقای جنوبی. یه اقلیت سفیدی و یه اکثریت سیاه داشت حکومت میکرد. تا موقعی که دنیا دولت انگلیس رو زیر فشار نذاشت، ماندلا هیچ غلطی نکرد، نمیتونست. جنگ مسلحانه، خود ماندلا دنبال جنگ مسلحانه بود، خیال نکنید اون جنبش صلح‌آمیز بوده، نه خیر. ایشون جزء اون کنگره‌ای که برگزار شد در چیز در جوهانسبورگ قبول کرد که دیگه نبرد باید نبرد مسلحانه باشه، و پیامم داد از زندان، اسنادش هست.
نبرد مسلحانه کردن، یعنی سیاپوستا سفیدپوستا رو ترور میکردن، میکشتن، بمب‌گذاری تو کافه‌های سفیدپوستا میکردن، اما هیچگاه نتونستن پیروز بشن. تا کی؟ تا زمانی که تاچر نخست وزیر انگلیس بود، اواخر نخست وزیریش بود. انقدر امریکا و کشورهای دیگه به ویژه بلوک شرق فشار آوردن و جهان حمایت کرد، انگلیس دید چاره‌ای نداره و مجبور شد که قبول بکنه به صورت ضمنی. و بعد جان میجر اومد که میجر دیگه گفت کاری نمیشه کرد و پایان داده شد به حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی. این دوتا مثال، هندوستان، آفریقای جنوبی. بریم تو جریان کوبا. آسیا رو گفتم، آفریقا رو گفتم، بریم تو آمریکا. کوبا نسبت به سایر کشورهای دریای کارائیب و آمریکای مرکزی یک حکومت مقتدری داشت. حکومت کی؟ باتیستا. پشتش کی وایساده؟ امپریالیسم امریکا. نیروی دریایی خوبی داشت، نیروی زمینی خوبی داشت، ژاندارمای خوبی داشت، نیروی مسلح خوبی داشت. چهار تا چریک مثل فیدل کاسترو نمیتونستن حکومت باتیستا رو از کار بندازن، نمیشد. قوی بود. نیرو هوایی بدی هم نداشت. یه چهار تا هواپیما ملخیت، 5 تا هلیکوپتر بهش داده بود. توپ داشت، بابا ارتش داشت. چرا کوبا موفق شد؟ در حالی که بازم تکرار میکنم فیدل کاسترو موفق شد، در حالی که کوبا نسبت به کشورهای دریای کارائیب، همون جزایری که اونجا بودن مثل باهاماس، مثل جامائیکا، مثل جمهوری دومینیکن، حتی کشورهای آمریکای مرکزی، پاناما، کاستاریکا، گواتمالا، نیکاراگوئه، بلیز، هندوراس و خدمت شما عرض کنم السالوادور، این هفت کشور آمریکای مرکزی، کوبا نسبت به همین هفت کشور هم قوی تر بود از نظر نظامی، حتی نسبت به برخی از کشورهای آمریکای جنوبی هم قوی تر بود، یعنی وضعش بهتر از بولیوی بود، وضعش خیلی بهتر از ونزوئلا بود. قدرتمند بود حکومت باتیستا. چرا موفق نشد در برابر چهار تا بچه چریک؟ چون شوروی اومد وایساد پشت فیدل کاسترو، پس حمایت بین المللی شد و امریکا دید نه، بیش از این نمیتونم رو باتیستا سرمایه گذاری کنم. چون امپریالیز اساسا، اینم داخل پرانتز بهتون بگم، وقتی میاد یه جا سرمایه گذاری میکنه، مثلا برای کوبا میاد تا سقف 200 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنه، میگه من تو 200 میلیون دلار پشت باتیستا میستم یا هر حکومت دیگری، میگه مثل حکومت آلنده در شیلی، آقا من تا 500 میلیون پشت این وای میستم. چرا؟ چون وقتی 500 میلیون خرج آلنده بکنم یا خرج این یکی بکنم، از قبلش 2 میلیارد میکشم بیرون، پس میارزه. اما وقتی میبینه که باید الان به جای 500 میلیون 800 میلیون دلار خرجش بکنه، میگه نه این دیگه واسه من نمیارزه، چون من همون 2 میلیارد از این میکشم بیرون، این بیشتر از 2 میلیارد نداره که به من بده. حرفامو میگیرین چی بهتون میگم؟ هر کشوری یه مقداری میتونه به تو سود بده. مثل یه دکونه خاربار فروشی رو فرض کنی، این خاربار فروش در سال 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون سود داره، پس در همون حد این میتونه کاسبی کنه. ولی یک یارو که نشسته تو حجره تو بازار، یه چرت کم گذاشته با یه تلفن همش نیم متر هم نیست، الله الله سنم اون 500 600 میلیارد داره خرج میکنه، برای همین اون یه ذره حجره یا سرقفلش خداد میلیارده. گرفتی حرفو؟ چرا دست از سر خاورمیانه بر نمیدارن؟ چون خاورمیانه بازده زیادی داره. ایران تا سقف خداد میلیارد میتونی بتیقیتش، بچاپیتش، جمعیتش، کشورش، وضعیت آب و هواش، نفتش، گازش، اون چیزایی که تو دل زمین هست، پس روی این کشور تا خداد میلیارد میتونی سرمایه گذاری کنی. ولی کوبا یه سقف مثلا 150-200 میلیونی داره. اوکی؟ پس کوبا پشتش شوروی وایساد که تونست باتیستا رو بزنه. این سه تا مثال دیدید؟ هند، آفریقای جنوبی، کوبا. یه مثال دیگه هم براتون بزنم، عمر مختار در لیبی. وقتی ارتش فاشیست ایتالیا، موسولینی میاد و لیبی رو، صحرای لیبی رو، کشور عظیم رو میاد اشغال میکنه، یه آدمی به اسم عمر مختار، یه پیرمردی، چون قبیله قبیله بود لیبی، لیبی رو قبیله 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 اینا رو جمع میکنه دور هم، میستن در برابر ارتش ایتالیا، ضربات بسیار سنگینی هم زدن، بارها چندین و چند گورهان زرهی ایتالیا رو، توپخونه هاشون رو زدن، درب و داغون کردن و روشهای بسیار عالی چریکی داشت عمر مختار. اما چرا عمر مختار موفق نشد؟ چرا توسط ارتش لیبی دستگیر شد و بعضی از قبایل لیبی با این همکاری نکردن؟ چون دنیا حمایتش نکرد. چرا حمایت نکرد؟ چون دنیا در جنگ جهانی بود، الان نمیتونست بره سرشاخ موسولینی رو بگیره.
تو اروپا بکش بکش بود، دنیا نمیومد سرمایه گذاری رو صحرای لیبی بکنه که ارتش ایتالیا رو از اونجا بیرون کنه که از توش چی در بیاد. هیچی، همه هم میدونستن نفت داره، تا اون نفت میخواست از اون صحرا بیاد بیرون و استخراج بشه و بعد این نفت از کجا میخواد ببری؟ تو دریای مدیترانه ببری؟ دریای مدیترانه بکش بکش بود، زیر دریایی های انگلیس و آلمان و کشتی جنگی ایتالیا واسه بکش بود نمیشد، موقعیت نبود. برای همینه که عمر مختار موفق نشد. حرفو گرفتی؟ پس گاندی، نلسون ماندلا و فیدل کاسترو موفق شدن چون حمایت بین‌المللی داشتن. عمر مختار موفق نشد چون حمایت بین‌المللی نداشت. خمینی موفق شد چون حمایت بین‌المللی داشت. شاهنشاه موفق نشد چون حمایت بین‌المللی دست از سرش برداشته بود. گرفتی حرفو؟ مومن. آقا مهندس برو بریم تو شماره 8. اینو من باید پخش می‌کردم حتما. پدرم همونطوری که همه میدونن مخالف رژیم بود، برای اینکه رژیم قانون اساسی رو اجرا نمی کرد و این موضوع برای پدر من خیلی مهم بود. تمام مدت با جبهه ملی وقتی که جلساتی داشتن که هر هفته من یادم منزل یک نفر بود، پدرم میدونست که اشکال پیدا خواهد شد و همینم میشد. بعد از مدتی دو نفر میامدن در خونه ما، خیلی مؤدب مینشستن خونه ما، چایی میخوردن، پدر منم چمدونش حاضر و میگفتن بفرمایید آقای دکتر شما بازداشت هستی. این مرتب زندگی ما بود. بنده نمیخوام که دیگران سوء استفاده بکنن که ببینن ما یه بهشتی داشتیم و خمینی به جهنم تبدیل کرد. نه، انصاف را آدم باید همیشه مراعات بکنه. حالا بعضی ها میگویند که ما داشتیم ژاپن میشدیم، ما داشتیم چنین میشدیم، این هم از اباطیل به نظر بنده. و اغلب اشخاصی که ایران میگویند یا نادانند یا خودشون در اون موضع، موضع خوبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی مملکت ما داشتند. و اگر که اون رژیم اون زیاده روی ها را نمی کرد، کسی زیاد گوش به حرف خمینی نمی داد و این فتنه شاید برپا نمی شد. و دلیل اصلی گناه اون رژیم این بود که مردم ایران را به حساب نمی آورد. این فتنه شاید برپا نمی شد. و دلیل اصلی گناه اون رژیم این بود که مردم ایران را به حساب نمی آورد. مگر من نگفتم که بین هیچ ایرانی دو ایرانی تفاوتی نیست؟ یا بنا باشد، یا کارگر باشد، یا زارع باشد، یا کاسب باشد، با بالاترین مقام دولتی که نخست وزیر مملکت باشد هیچ فرقی نیست، مگر فرقی که در شغلشون هست. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس، تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یه فرد زنده خوشبختی باشه. امروز ما به جایی رسیده ایم که خوشبختانه می توانیم بگوییم احتیاجی نیست که هیچ ایرانی فقیرتر بشود، برای اینکه هر ایرانی به حد اکثر رشد خواهد رسید. علی عدالت شاهنشاه سپس ضمن اشاره به پیشرفت‌های مملکتی و نتایج حاصل از اجرای فرمان تحصیل رایگان و بهداشت رایگان اضافه می‌فرمایند: منظور این است که در عرض چنین مدت کمی ما به چنین نتایجی رسیدیم. من میدانم، البته تا وقتی که خدا بخواهد، که این مقدمات کار است و آینده ای ما از این درخشان تر. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی.
دختر بختیار، اولا تو ایرانی نیستی که بخوای به راجب این جریان قضاوت بکنی، دوما عددی هم نیستی. من جواب تو بدم، فقط یه جمله بهت میگم، ابله بی سواد دوران تیغلی آقا نیست. این سند اون بابا جونت وقتی میگفتش که شاه مردم رو تحویل نمیگرفت مردم به هیچ، همون مزخرفاتی که میگفتید، اینم اصلا مگه اعلیحضرت نفرمودن؟ مگر من نگفتم هیچ فرقی بین یک کارگر و شخص اول دولت نیست، بین نخست وزیر نیست؟ مگه من نگفتم؟ مگر خانه های سازمانی درست نکن؟ بل کن بابا، به قول جناب سیاوش عزیز خوب فرمودن، اون مرد میکشت، میگودن دیکتاتور کشت، نمیکشت، من آقا چرا نکشتی؟ میمون، بودن نگاه کن عاشق تاج و تختش مونده، ول نمیکنه، جوونا رو داره میکشه، رفت، آقا چرا رفتی؟ خبری نبود، چرا رفتی؟ پس رفت که بفهمیم با رفتنش ایران رفت، ملت رفت، ناموسمون رفت، شرفمون رفت، تاریخمون رفت، آبرومون رفت، حیثیتمون رفت. حالا هی بریم قاهره سرمونو بکوبیم رو سنگ اون خدای بیبدیل تاریخ بشریت که علازت چرا رفتی؟ چرا رفتی؟ چرا رفت؟ چون اون موقعی که بود، میگه اون موقعی که داشتم نفهمیدم، حالا که میفهمم ندارم. رفت که بفهمیم اون کی بود. اگه میخواست تاج و تخت نگه داره، فقط کافی بود یه گوشه چشم نازک کنه برای امریکایی، یه توک نوش گوشه چشم، آقا چیه؟ چی میخوان؟ آقا این نفتره خیلی همین آره، شیر نفت رو با کنین چقدر؟ 40 دلار بود، آره چقدر میخوان؟ 20 دلار، آره مثلا بده 10 دلار. مگه نکرد کووید؟ کووید قرارداد بس با انگلیس 50-50 کن، نه 60-40. انگلیس گفت خیلی خوب 60-40. وقتی که داشتن مینوشتن گفت نه 60 کووید 40 تو، 60 تو 40 منه کووید. عجب خری این، چرا؟ چون میدونست اون 60-40 اون بالاخره برش میگره به همون 50-50. گفت بس با دست خودم بدم. خب من شاهنشاه نمیتونست این کارو بکنه. شاه نمیتونست بشه ملک حسین، ملک حسن نمیتونست بشه، احمد آل سبا، ملک فیصل نمیتونست بشه، خود چرا نمیتونست بشه مثلا آشیخا، نمیتونست بشه فتلیشا، نمیتونست با بیشترین تعداد رکورد حرم سرا بزنه، خوشگل خوشتی. تازه اون موقع زنهای حرم سرای چیز فتلی همه سیبیلو بودن، علازاد از اروپا و امریکا و این بانوار بهترین ها مادام واساشون میومد. نمیتونست بشینه دریای بیشه قیلون بکشه، ملیجک بسه روپا، همه کارهایی که قجرها کرده این مرد نمیتونست بکنه. خب چرا؟ خب چرا نکرد؟ خب چون میهن پرست بود و بیشرف، و شما داشتیم موضوع رو برعکس میکردیم، به میهن پرستترین پادشاه تاریخ ایران گفتید خائن. تا چشمتون کورش اینطوری سر بابات مثل گوسفند میبرن، میبخشید به گوسفند توهین کردم. آقا مهندس گل من برو بریم تو شماره 9، دست درد نکنه. اینم یه پیام دیگه. با درود به روان پاک اعلی حضرت جاوید، رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، خدایگان، بنیانگذار تمدن بزرگ. درود بر همه میهن پرستان راستین، درود بر جناب آقای رضا احمدی. ملت ایران هوشیار باشید، این دو خدا برای ما معجزه کردند ولی ما به دنبال خرافات هستیم. چیزی که دروغ بوده قبول و واقعیت‌ها را انکار می‌کنیم. نقل قول از استاد رضا احمدی بزرگوار: ما ایرانیان هر روز باید از اعلی حضرت جاوید طلب عفو و نیز نام و یاد آنها را با اجر نهادن به فرمایش‌های رضا شاه دوم زنده و جاوید نگه داریم و گوش به فرمان رضا شاه دوم باشیم و ایرانمان را از چنگ اهریمنان نجات دهیم. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، پاینده ایران، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. فرفری از تهران. درود بر شما جناب استاد پهلوان، قهرمان جناب استاد پهلوان رضا احمدی عزیز. پیرو فرمایش شما دو شمع روشن کردیم به یاد خدایگان رضا شاه بزرگ و اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر. سپاسگزارم، شبتون خوش. سلام.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. باری کلای آقای سیاوش یه مطلبی فرمودن که شما شاه رو از ایران گرفتید، نه ایران و شاه. شما ایران رو یتیم کردید، وگرنه منابع طبیعی به قول آقای سیاوش عزیز منابع طبیعی سر جاشه، نفت سر جاشه دیگه. شاه مگه نفت گوش تو جیبش بود؟ گاز هست، نفت تازه چی؟ هم داره کش میشه و بیشتر میشه و فلان اینا. بچه مملکت مملکت نشده. چطور ما با اون امکانات کم دلارمون 7 تومن بود، چرا الان دلار شده خدا تومن؟ چرا ملت تو سطل آشغال دنبال آشغال میگرده؟ چرا هر روز دارید قیمتا رو بالاتر میبرید؟ چون پدر مملکت رو بردیم، عزیز مملکت رو بردیم، ملت ایران رو یتیم کردیم. ما یتیم شدیم، بی پدر شدیم، ما بی پدر و مادر شدیم، ما بی پدر و مادر شدیم. بدون تعارف ده ما ملت ایران 45 ساله بی پدر و مادریم، بی کس و کاریم، ویل ویلون شدیم تو خیابونا، تو بیابونا. دخترامون رو میبرن تجاوز میکنن، به بچه‌هامون تجاوز میکنن، غلام بچه‌ای را انداختن، چش کور میکنن، زبان میبرن، دست میبرن، پا میبرن، آوارمون کردن. اینا دیگه دارید میبینید دیگه. این مجلسی بود که گرفته برای رئیس جمهورشون. شما ملت ایرانو جبهه نامقدس ضد ملی این مصدقی های کثافت ایران بر باده که لعنت به اون روح مصدق، لعنت به اون جداب. واقعا دیگه واقعا نگیم مرگ بر سه فاسد، مرگ بر 300 فاسد. سر سگ میزنی فاسد و خائن میاد بیرون. مصدقی های ایران بر باده، توده ای های همیشه خائن، چپ وابسته، کمونیست های جهان وطن، تروریست مجاهد، این هم آخوندهای شبه شد. شما ایران یتیم کردی، ما رو بدبخت کردی. یعنی دیگه از این بدبختر امکان نبود، بدبختمون کردی. پاکترین فرزندان مملکت رو مثل خسروداد و مثل جهانبانی رو همه رو گوشید جوخه ادام. تیمسار نشاد، تیمسار آیت محققی، تیمسار اویسیت، هرچی امیر ارتش، سرهنگ ارتش، افسر ارتش، درجه دار، شما هرچی نظامی بود گوشید جوخه جوخه ادام. خب ارهان برای همین روش باز شد حمله کرد دیگه. اینم تیم اولمپیکتون که فرستادید، یه مش حقه بازه. تو رو به اون شرفت ایرانی شرافت من خوشحال نشید اینا اگه براتون یه مدالی چیزی آوردن. به شرفم سوگن همشون اطلاعاتی هم تویله است، نه تیم اولمپیک. آقا مهندس بریم شماره ده هم چیزه، ده هم یه پیام دیگه است. اون پیامه رو نگاه کنی دست درد نکنی. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، رضا شاه بزرگ و خدایگان شاهنشاه آریامهر بزرگ. جناب آقای احمدی، اینجا میدان شاه واقع در قوچان می باشد. تو این شهر شهرکی یادگاری از آریامهر ساخته شده که از بالا نگاه کنی جاوید شاه خونده میشه. امروز سالگرد درگذشت این دو ابرمرد بزرگ است. من میخواستم ضمن تسلیت به همه میهن پرستان بگم که بیایید ناسپاسی هامون رو با برگردوندن شاهمون سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم کمی هم که شده جبران کنیم. امروز این وظیفه تاریخی به عهده همه ما میهن پرستانه. نور بر تاریکی پیروز است، مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد، پاینده ایران جاوید شاه. سپاس از شما. پس خانم آقایون ملاحظه فرمایید. مرسی از بچه ها، دستتون درد نکنه، پیام های قشنگی فرستادید. باریکلا دادید دیگه، حرفه‌ای میشید، دوربینه رو خوب میگیرید دیگه، دست نمیلرزه. آفرین، باریکلا. خدمت شما عرض کنم، پس دیدید صحبت های آقای آریان وطنخواه رو؟ جهان باید حمایت بکنه. حالا پرسش اینجاست، خواه ما چه کار کنیم که جهان حمایت بکنه؟ این همون دردیه که آقای وطنخواه تو این مدت یه دو سه ماهی که الان این تلفن رو انداخته ایشون مدام داره داد میزنه، شیون میکنه. بابا ما میگیم این بده، ما میگیم اون بده. حرفاتونو بزنید اینا ضبط میشه میره روی این کاخ این بی پدر و مادرها. بابا بفهمید این مرد داره چه پیامی به شما میده. باید مثلا آقای وطنخواه بعدش به شما بیه رو خط بگه که درود به تک تک بچه های اینجا و درود به شرف همه ما. من بعد اون میاد، ما همه اون خوش اون میاد. پیامو بگیریم، پرسشی که مطرح میشه روی این پرسش کار شده. بیاین اون
دو دقیقه فکر کنید روی این پرسشی، به یه پاسخ کوتاه دو سه دقیقه بدین و یه جاویچان تاش بگین و برید، تموم شده رفت. خوب توجه کنید، ما باید جهان رو برگردونیم به سمت خودمون. ما کسی رو نداریم، ما خودمون باید لابیگری برای خودمون بکنیم. همین شاه مملکت ما، مگه این آقای پادشاه کنونی ما الان چیش عوض شده که تا دیروز میگفتم مستر رضا پهلوی آخرین شاه ایران، آخرین ولیعهد ایران، مامانت آخرین چیز بود، ملکه بود، بابات آخرین شاه بود، خواهرت آخرین شاه بود. مگه نمیگفتن؟ مگه همش این آخرین نمیگفتن آخرین شاه ایران، آخرین ولیعهد ایران، آخرین شاه؟ اصلا به اولی حضرت میگفتن فرار دیبا، مگه نمیگفتن؟ چطور شد اینا الان به اعلی حضرت میگن اعلی حضرت؟ چطور اعلی حضرت دعوت میکنن به اسرائیل؟ چطور اعلی حضرت دعوت میشه به این کنگره ها و این ور اون ور؟ در طی دو سال اخیر اینقدر که اعلی حضرت مصاحبه کردن، آیا در طول با این کشورهای خارجی و با این سازمان ها و این چیزای گردن کلوف، آیا در طول این 45 سال اینقدر مصاحبه کرده بودن ایشون؟ یادتون رفته اسرائیل، مونیخ، لندن، بروکسل، دیگه فرانسه، بعد بیاد آمریکا، یادتون رفته؟ یک ماه این مرد هم تو رو هوا داشت میچرخی؟ چرا؟ خب این جاویدشاهیه که شما دارین تو خیابونا میگین، این همون مرگ بر سفاسدی که شما دارین تو خیابونا میگین، این رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شادی که شما دارین تو خیابونا میگین، که ما اینجا میایم انعکاس میدیم. من کسی دیگه انعکاسش نمیدم. حالا بگیرید پس حرف آقای وطن خارم، ملت باید این جاویدشاه رو گفت، باید پشت پادشاه ایستاد، باید تو خیابون اومد، چون این توبه میری الان توبه میری نیست. چرا؟ چون تغییر و تحولاتی که داره تو دنیا، حالا دیگه وقت نیست، تغییر و تحولاتی که داره یواش یواش تو دنیا میشه. شما خیال کنید آقای نتانیاهو مثلا اومد توی آمریکا مسخطی بخوره؟ بس برای چی اون باشد اومده آمریکا تو این هیرو بیر؟ اصلا چرا اومد؟ این چه سفری بود؟ یارو که میگه من استفاده دادم و رفت کنار، اصلا یارو از منو رئیس جمهور چیکار از یارو من دیگه جو فروشه مثلا گیج این. خب بس اومده اینجا با کی؟ بعد توی کنگره آمریکا 54 بار تو تلویزیون یارو نشریات آلمان نوشتن 54 بار اعضای کنگره بلند میشن برای آقا دست میزنن، بعد مدام میگه پرزیدنت ترامپ، پرزیدنت ترامپ، پرزیدنت ترامپ. آقا اصلا رئیس جمهور نیست، اصلا یعنی عرف عادت بیروبلیس غلط این. پس ببین پشت جریان چی خوابیده دیگه، همه چی نمیشه باز کرد. نخست وزیر اسرائیل پاشده اومده آمریکا، رفته تو مجلس آمریکا، تو کنگره آمریکا، تو مجلسشون دیگه، مجلس شورای ملیشونه، رفته اونجا، بعد رئیس جمهور کنونی رو واسهش تحویل تحویلش نگرفته به شخصی که قرار رئیس جمهور بشه، میگه پرزیدنت. پس داره یه تغییر و تحولات تو دنیا میشه، ما بعد از این تغییر و تحولات به نفع خودمون استفاده بکنیم. اصلا کاری تو نباشه به ایرانیان مزدور خارج از کشور تو آمریکا به اینا رأی بدن، به اون یارو زنه که رأی بده یا بده، اینا کار خودشونو میکنن. اصلا رو این چیزا زور نزنید. کسی که مزدوره مزدوره، با حرف من و تو این آدم نمیشه. کسی هم که شرف داره اصلا احتیاجی نیست من بهش بگم که آقا تو خدا با شرف باش، اون شرف داره دیگه. اون یارو جو فروشه، اون یارو حاج حسین اوباما اینا رو از ایران آورد بیرون که به حزب دموکرات آمریکا 2% 1% نیم درصد رأی گیری اضافه بشه. درصد ایرانیان مزدور آمریکا که به حزب دموکرات رأی میدن اصلا عددی نیستن، مگسی نیستن، اصلا اعصابتون رو خرد نکنید، پخ نیستن، هیچی نیستن. اینقدر برین رأی بدین تا جون از معادتتون بزنه بیرون. آقا مهندس برو بریم تو شماره 11 طویله جمهوری اسلامی، اینم واسه محض خنده براتون پخش کنم، مسابقات المپیکو داره براتون پخش مستقیم میکنه. آقا مهندس بریم تو طویله جمهوری اسلامی دور از حضورمون. نیکنیایی دورخیز میکنه، سه گام بر میداره، میپره از روی، خیلی زیبا، خیلی زیبا رکورد جهانی رو بهبود میده این دونده 21 ساله از کنیا. 400 متر با مانر رو مدرش میکنیم، دونده کوبایی توی خط 5 جلو افتاده، دونده روس داره تعقیب میکنه، جلو میزنه ازش، دونده کنیایی و با مانر سوم رد میکنه توی خط 5 جونز و رکورد جهانی بهبود پیدا میکنه. باریکلا به این دونده 17 ساله از بلاروس. تمرکز میکنه، میاد روی پنجه کف پا موازی، خیلی دقت بالایی میخواد این کار، بلند میشه روی پنجه پا، قامتی کشیده داره و رها میکنه سه بارو و بسیار زیبا ورزشکار چینی برای مدال. سپاس از شما. خب حالا راسته
دروغ فیک بچه ها ساختن، خودشون ساختن. داستان قضیه فرقه تبهکار اینه. بی پدر و مادر روزهای اول میگفتن مسابقات فوتبال پخش نکنین، چرا؟ مردا شورت میپوشن. خب پس با چی با گندم فوتبال بازی کنی؟ کشتی رو پخش نکنین، چرا؟ اینا لباس کشتی میپوشن، پس چی باید بپوشن؟ پالتو باید بپوشن. بی پدر و مادرها، خیلی دیر اومدی. شما قبل از آقا محمد خان اخته باید اون روح الله الموسوی الخمینی، بیمار روانی، بزرگ لواطکانان، اون بچه باز، اون باید قبل از آقا محمد خان اخته می اومد. بی شعورا، آخوندای بی شعور، شپشوا، یق شپشوا، بی سوادا، نفهما، احمقا، لای و لجنای اجتماع، رضا شاه بزرگ و خدایگان آریا مهر بزرگ، اون آبی رو که باید میریختن ریختن، اون بذری رو که باید میکاشتن کاشتن، تموم شد. ممه لولو برد. دیر اومدی بی شعور، خیلی دیر اومدی. اگه 45 سال هم موندی خودت میدونی چرا موندی. دعوای جنگ سرده، مدل یه ذره ولرم شده. آقای مهندس بریم تو پیامات شماره 12 دست درد نکنی. درود خدمت استاد آقا رضای احمدی عزیز خودمون، نه به سیرک محرم و اسلام، فقط پادشاهی پهلوی جاوید شاه تا ابد. خدا شاه میهن، چهارم و پنجم مرداد، روز آسمانی شدن اعلی حضرت این جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریا مهر بزرگ، خدایگان بنیانگذار تمدن نوین را به پیشگاه مقدس خاندان سلطنت پهلوی و مردم شریف ایران تسلیت میگویم. رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، جاوید شاه پاینده ایران. بردیا از شهر ری. با درود خدمت زحمتکشان تلویزیون ایران آریایی، آرش هستم از خوزستان. خواستم بگم که ما در آینده خیلی نزدیک پیکر اعلی حضرت آریا مهر بزرگ رو به ایران باز میگردونیم و دو تا از زیباترین آرامگاه ها رو برای اعلی حضرت رضا شاه اول و آریا مهر بزرگ میسازیم به کوری چشم دشمنان ایران. پاینده ایران جاوید شاه. درود بر عمرزای عزیز، امروز پنجم مرداد 2583 از کیش پیام تصویری میفرستم. سال روز عروج مظلومانه دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی رو تسلیت عرض میکنم به مردم خوب ایران. امیدوارم مردم ایران راه این دو ابرمرد رو ادامه بدن. مرسی. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. باریکلا به بچه ها، آفرین آفرین از پیاماتون از سراسر ایران. از قوچان رو دیدم، آخه غروب قوچان بانوی گرامی، کیش، چه سرزمین قشنگی داریم. قوچان کجا، کیش کجا، بعد از خدمت عرض کنم از کجا و اصفهان بود و دختر خانم از اصفهان و از نقاط مختلف مملکت. آفرین، باریکلا باریکلا. احترام بذارید به خدا، احترام بذارید به پهلوی، برکت بیاد سر سفرتون. ما احترام به این خانواده نذاشتیم، نون و نمکشون رو خوردیم، نمکتونشون رو شکستیم، به این روز سیاه افتادیم. به خدا باور کنید، اصلا نه اسلام نه دین، نه اصلا کاری تو اینا نباشه. این طبیعته، همه چی رو میپردازی و میری زیر خاک. این دست طبیعته، مگه میشه؟ یا اصلا این آقای وطنخواه این همه به ما خوبی کرده، اومده یه سفره رو انداخته، خورد و خوراک و خورشت و کباب و سالاد و نوشیدنی هم گذاشته، ما خوردیم، به جایی که بگیم آقا دست درد نکنه میگیم حال نداد، همچین دوغش دوغ نبود. این لقمه گلوت میزنه بیرون. دیدید دیگه، یه عده اومدن اینجا لقمه حرومی بکنن بشه دیوزگی افتادن. و
بدبخت ها کارشون کشیده دیگه، از تو کلاب آزم بیرون شو کرده. چشمتون کورشه جاوید شا جاوید شا تو دلتون نه. زیر دریای شانشایی دکتری مثل همیشه دست گل درد نکنه مرد، خیلی ازت سپاسگزارم، همیشه لطف میکنه محبت میکنه به ایران آریایی، خیلی ازت سپاسگزارم، لطف میکنی. 50 دلار. آقا خسروی کرمانشاهی هم از ایرلند که بچه ها همه عضون ها متا چیزشو ماهیاناشونو دادن، دارم میگم 12 دلار اضافه داده، دمت گرم پهلوان، خیلی حال داد این 12 دلار. آقا خسروی کرموشایی از ایرلند، آقای محسن از انگلیس 90 دلار ماهیانشونو پرداخت کردن، انجام وظیفه کردن، دستتون درد نکنه، درود به شرف همتون. آقا مسعود مونترال 50 دلار ماهیانشو لوت کرده، بانو لیلا قافم 40 دلار ماهیانشو لوت کرده، بانو شهره 25 دلار ماهیانشو لوت کرده، آقا امیرم از بلژیک 20 دلار ماهیانشو لوت کرده، آقا فرهادم از انگلیس 35 دلار ماهیانه لوت کرده. عرض کنم حضور آقا سعید گلم از آلمان بچه محل ما 30 دلار ماهیانشو لوت کرده، دست درد نکنه. بانو ژیلای عزیز ما هم از انگلیس همراز ما هم 100 دلار ماهیانشو لوت کرده. ایران دوستم از شیکاگو ماهیانش رو لوت کرده 50 دلار. آقا روبرت گلم با هزاران جاوید شاه و مرگ بر خامنه ای جان نثار خاندان پهلوی از شیکاگو هم لوت کرده 100 دلار داده. دست گل آقا روبرت رو برای بچه درد نکنی، یه 4-5 تا زنگ دیگه بزنید خدا وکیلی گلون خوش شد. آقا مهندس 13-14-15 سه تا عکس دست گل درد نکنه، فکر نمی‌کردم بتونیم عکس رو چیز کنیم پخش کنیم، گفتم وقت کم میاد. دست درد نکنه آقا سیاوش، عکسام یه نگاه بکنیم، یه توضیحاتم روی عکسام بدم. بله خدمت شما عرض کنم که اینو یکی از بچه‌ها برای من فرستاد، دیدم که به حق باید من اینو نشون بدم. چقدرم قشنگ نوشته، نوشته در بین 50 کشور فقیر جهان 32 کشور مسلمونن، 50 تا کشور فقیر جهان 32 تاش مسلمونن، رؤسای این 32 تا کشور، رئیسای این 32 تا کشور مسلمان جزء 500 نفر ثروتمند جهان. آقای مهندس بعدی هم لطف موبت بفرمایید، این جنبه خصوصی داره براتون این بعدی رو الان آقای مهندس لطف میکنه با صفحه آبی بهتون. من یه توضیحم رو این بدم که اینقدر نیاد این اعصاب آقای وطن خواه رو سهم بکشید روش. من توی کانالت این کانال تلگرامو که باز کردم خواستم با شما ارتباط داشته باشه، نگه این خودشو گرفته و فلان، من اینطوری نیستم. یه کانال یه راه ارتباطی باز کردم که ما بتونیم نقاشی‌ها رو بگیریم و خبری از ایران بیاد و عکس‌های تظاهرات بیاد و فلان. من تا می‌بینم که خب یه عده‌ای نمی‌دونم نمی‌فهمن، خودشون به نفهمی می‌زنن، اعصاب می‌خوان خرد کنن. من دیگه گفتم بیا اینو تو تلویزیون نشون بده عمومیش کن. وقتی که اینو حالا بذار اول اینو بخونم جریان چیه. این دستپخت خودمه، نوشتم هم میهنان محترم، ایران ما در شرایط بسیار سرنوشت‌سازی قرار دارد که طبیعتاً دیگر زمانی برای سایر مسائل وجود ندارد. تقاضا میکنم بیش از ارسال پیام نگاهی به کانال تلگرام من بیاندازی تا احتمالاً پاسخی برای پرسش خود پیدا کن. یعنی چی؟ یعنی آقای احمدی فرکانس ایران آریایی بده، آقای احمدی چرا راجع به آموزگار تا حالا چیزی نگفتی، آقای احمدی راجع به هویدا. آقا جون همش تو کانالمه، برید نگاه کن. قبل از اینکه سوال بکنی اول برو کانالمه یه نگاه بکن. آقا لامصا زو ادامه میدم، من وقت چت کردن ندارم، به پیر و پیغمبر ندارم، من وقت ندارم. الان اینجا نشستم هنوز ناهار نخوردم، الان شب دیگه باید شام بس، نمیدونم چی بخورم. من وقت چت کردن ندارم، بنابراین از همه شما گرامیان تقاضا دارم که به نکات زیر توجه فرمایید. آیا نکاتی که میگم غیر منطقیه؟ تشریف ببرید از کانال بیرون. منطقیه پس انجام بدید. لطفاً از ارساله، حالا گوش کنید، عکس های بی دلیل در هر موردی، هر عکس های چرت و پرت و هر چی، لینک از اینستاگرام، فیسبوک و جاهای دیگه، لینک برای من نفرستید، من باز نمی کنم. هر نوع موسیقی و شعر و فیلمای بی مورد. آقا یه شعر گفتم، آقا یه کلیپ درست کردم برای رضا شاه، آقا یه جوک دارم، یه رشتیه بود رفته بود پیش مثلا یه اسمونی، خب من زنه نه، خب می‌خواست نره. اظهار نظرهای سیاسی و درد و دلهای شخصی. آقا به نظر من اگر اینجا یه شوت بزنن مثلا بره اونجا ترام درست میشه. آقا مگه من شما نظر خواستم؟ مگه من اومدم از شما
بعد درد دلای شخصی آقای احمدی جانم برات بگه دیشب داشتم میامدم سر خیابان دعوا شده بود بعد یارو آمد منه گرفت. خب منه سننه. پرسش و پاسخ در مورد اشخاص در دنیای مجازی. آقای احمدی آیدی لواشک 13 رو با آیدی نمیدونم گوجه فرنگی 14 بعد جوری دارم به شما فوش میدم. بابا برو بزن فوش بده درو سننه. اون داره فوش میده تو چه ناراحت به من داره فوش میده تو چه ناراحتی. توقع از من در مورد پاسخ دادن به شما چرا جواب ما رو نمیدی؟ خب جواب بده دیگه. بابا نمیخوام جواب بدم. اگه قابل جواب باشه میدم وقتی نمیدم دست از منو برداری. اصرار در مورد پخش مطالب شما. آقا یه چیزی فرستادم اینا منتقل کن فوری 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 منتقل کن تو کاناله. بابا نمیخوام آقا من هیچ چیزی منتقل نمیکنم. دست از منو برداری بابا روانیم کردین. پرسش‌های بی‌مورد و غیر ضروری. این درخواستایی بوده که ما شما داشتیم. اکیداً خودداری نمایید. فقط در صورت تمایل خبر رسانی کنید. آقا علی شیره‌ای چی گفت؟ آقا اونجا دهن زمین وا کرده. خبر بابا خبر یعنی چی؟ در صورت تکرار دوباره و عدم رعایت این نکات متاسفانه مجبور هستم صفحه تلگرام شما رو بلاک کنم. یه بار من اینو براتون میفرستم تکرار کنید دفعه بعد بلاکت میکنم. با سپاس از توجه شما پاینده ایران جاویدشون سرباز میان رضا احمدی از آلمان. آخه اینو بالاخره پخش کردم خیالم راحت شد. آقا مهندس عکس بعدی رو لطف کنید. بچه ها لطف کردن در مصر مثل همیشه لطف و محبت میکنن میرن گلم برای ما میذارن پولش هم نمیگیرن و لطف و محبت میکنن گل میذارن و اسم ها رو اونجا مینویسن. گفتم اینا رو من نشون میدم واسه سند نگه دروغ میگه داره چیز میکنه پوز میده. این فقط حالا از طرف من نیست از طرف همه بچه های میان پرسته. ما اونجا به عنوان نماینده شما این گلرم اونجا بچه ها گوشتن دستشون هم درد نکنه. خیلی هم ازشون سپاسگزارم ممنونم هستم از بچه های میان پرست. آقای مهندس دست درد نکنه خیال ما هم از این چیزها روشن شد. بیمی چند دقیقه هم صحبت بکنیم و از حضورتون مرخص بشیم. خانم آقایون یک بار دیگه راجب صحبت های آقای وطنخواه عزیز من بگم. ببینید دنیا باید از ما حمایت بکنه به شرطی دنیا از ما حمایت میکنه که ما صدامونو رساتر بکنیم صدامونو دنیا بشنوه به شرطی صدای ما رو دنیا میشنود که ما حضور فیزیکی توی خیابونا داشته باشیم. اگه 1,000,000 آدم تو ماشینا بشینید این دستاتون رو بیارید بالا و به علامت پیروزی و ما پیروز شدیم و بوغ 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 اینا واسه فاتح خانم شلوار نمیشه اینا به درد کار ما نمیخوره. ما در برابر یک حکومت رژیم فاسد یک مش اراذل اوباش یک فرقه تبهکار دزد جنایتکار یک مش بی پدر و مادر بی اصل و نسب بی ریشه بی استخون قرار گرفتیم که اینها برای حفظ این فساد خودشون چون تعارف نداریم اینا میدونن شما زورتون به اینا برسه از علی شیره‌ای میره زیر گیوتین تا بقیه طبیعیه که اینا هرچی پول دارن خرج میکنن سلاح میخرن بیستن جلو شما شماها رو بکشن بدون تعارف. ما اگر به همین شکل ادامه بدیم این فرقه تبهکاران نه امسال نه 6 سال دیگه نه 10 سال دیگه نمیره با این روش. ترام اگه ما در اروپا در آلمان یه ترامپ دیگه بیاد بشه صدر اعظم آلمان یه ترامپ بشه رئیس جمهور فرانسه یه ترامپ بشه نخست وزیر انگلیس یه ترامپ بشه رئیس نخست وزیر اسپانیا تمام دنیا ترامپ بشه تا شما ملت به صورت جدی با فرقه تبهکاران برخورد نکنید نمیره. جاده چالوس رفتن جوک درست کردن بیلاخ نشون دادن آی بریم کنسرت این یا این اراذل او باید اینا جواب نمیده. الاغ ماهی دیشب فلان کرد یاور همیشه معتاد اینا داستانه اینا این زندگی های لجنی خودشونو از داخل کشور آوردن خارج از کشور. اون موقع ما تو مجلات زن روز و مرد شب و جوانان و اطلاعات هفتگی میخوندیم حالا اومدیم تو دنیای اینترنت داریم میخونیم. اینا دلشون به حال ایران نمیسوزه. این خط اینم پا خطش خط نشونهای رضا احمدی معروفه. اگر غیر این شد این من این شما من بخوابونید یه گیوتینم وردارین چنان بزنید که از وسط شقه بشن. همه اینا خائنن. اینو بکنین تو مختون. مملکتی که به هم ریخته جوانای ما رو که بردن تو زندانات دارن سلاخی میکنن خودتون دارید میبینید دیگه
بچه مردم و زن و مردم و شوهر مردم رو که کلشه کردن توی سد آشغال، زنامونو که شوهردارامونو که دارن دست دست میبرن توی این بنگاه ها دارن شوهرشون میدن، شوهر داره ها یه شوهر دیگه براش درست میکنن، دخترامونو که به فساد اخلاقی کشیدن، بچه هامون که محروم شدن از مدرسه، این وضعیتی که به وجود اومده که نمیشه من نمیدونم چه اسمی روش بذاریم، فاجعه، تراژدی، بعد نمیدونم چی بگیم، این وضعیتی که تو مملکت به وجود اومده، آیا به نظر شما، من خواننده، من هنرپیشه، من هرچی تو میگی، آیا به نظر شما صلاح من الان برم میکروفون بگیرم اون بالا شروع کنم آواز عشقی بخونم؟ اصلا آواز بخونم؟ اصلا من برای چی باید بخونم؟ من برای چی باید بخونم اصلا؟ اگر قراره که ما ادعا میکنیم هنرمندیم و هنرمند در لحظات حساس در خوب و بد جامعه باید در کنار مردم باشه، باید بشه دکتر فریدون فرخزاد، باید بشه استاد رضا فاضلی. خیلی راحت بهتون بگم، مثال زدم بانو حاله. خب مگه ایشون هنرپیشه نبوده؟ بعد چی بوده ایشون تو ایران؟ دکتر بوده، مهندس بوده، هنرپیشه بوده دیگه. خب ایشون هم میدونسته که گروه باباش من سنه نه، مگه بقیه نگفتن؟ چرا اومده سینه سپر کرده؟ چرا استاد رضا فاضلی سینه سپر کرد؟ چرا استاد فریدون فرخزاد سینه سپر کرد؟ چرا خاچاتوریان سینه سپر کرد؟ روانشاد استاد، یکی از هنرمندان بزرگ مملکتمون، چرا مانوک خدا بخشان؟ مگه مانوک خدا بخشان نمیتونست مثل آقای روشنزاده، مگه نمیتونست مثل آقای روشنزاده بکشه کنار؟ آقای روشنزاده کشته کنار دیگه، نه بد میگه نه خوب، کشته کنار. مثل عطاءالله بهمنش که شد نوکر آخون، خب مگه استاد مانوک نمیتونست این کار بکنه؟ آزار داشته، دیوانه بوده بره بشینه اون کتابا رو بخونه، بیاد برای ما تفسیر کنه؟ اصلا ایشون با زبان انگلیسیش هم فول بود، میتونست بشه یه مفسر ورزشی برای امریکا، رو هوا میبردنش، ما 7-8000 تا 10000 تا حقوقش میدادن. خب چرا سینه سپر کرده؟ پس احساس مسئولیت کرده. ملت ایران، مقصود من اینه، ما باید احساس مسئولیت کنیم. ما تو ایران ناصر حجازی رو داشتیم، ما تو همون مملکت علی پروین هم داریم. ما تو ایران همایون بهزادی رو داشتیم سرطلایی، ما تو مملکت محمود خردبینم که خودشو به لجن کشید داریم، مثلا محمود خوربی دبقه نداشتن. ما تو ایران زنده یاد غلام حسین مظلومی رو داشتیم، ما تو ایران پرویز مظلومی داشتشو داشتیم، یه همخونن دیگه. پس تو میتونی خود فروش باشی، تو میتونی در کنار ملتت باشی، تو میتونی بری دست خمینی ببوسی، عکس خمینی بگی دو دستت، به خاطر چهار سوایی که میخوای فوتبال بازی کنی، احتمالاً بری این تیم مسخره که بشکن تیم ملی تو اردوهاشون، تو میتونی خودتو بکشی کنار مثل بزرگان فوتبال، مثل حسین کازرانی، مثل عبداللهی، مثل صادقی، مثل خیلی از این بزرگای مملکت، تو مثل منصور رشیدی خودتو کنار بکشی، وارد تیم ملی بشی، آقا من بازیامو کردم، من میخوام نامم خوب بمونه. تو میتونی بشی سعید راد گور به گور شده، میتونی هم ولی بشی فردین ناصر ملک‌موتی، خودتو بکشی کنار، میتونی بشی ایرج قادری، میتونی بشی منوچهر بوسوق. پس دست خودته در همه زمینه‌ها براتون مثال زدم. تو میتونی بشی ستار، میتونی بشید اون یارو زنی که تو ایران که میره برای اینا آواز میخونه، تو میتونی بشی استاد زنده یاد اکبر گلپا، میتونی بشی ایرج که بچه‌ت هم میخواد بیاد بخونه، خودم به دستمال برداری برای آخوند، تو میتونی بشی نادر گلچین، میتونی بشی محمد شمدوز. میشه دیگه؟ مگه نمیشه؟ منم میتونستم مثل خیلی خود فروش بشم، منم میتونستم بیام خیلی کارا بکنم، نکردم، سینه سپر کردم برای ملتم، منتم سری کسی نمیذادم، گندم نه چشمم کور بود این کارو میکردم. وظیفه‌مه وقتی میگم شاه من خدای من، باید بفهمم دارم چه غلطی میکنم. وقتی میگم تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، باید بفهمم دارم چی میگم. وقتی میگم ناموس مملکت من مثل ناموس منه، باید بفهمم دارم چی میگم. وقتی که میشینم به همینا، به همین بچهای توی تلگرام میگم آقا نفرس برای من، بچه داره تو سطل آشغال داره دنبالش، آقا نفرس، من دارم عربی با حرف میزنم، آقا من نمیتونم ببینم، نمیتونم، نازک نارنجی شدم، سوسول شدم، نمیدونم چی شدم، آخه نمیخوام ببینم. خب دلم میسوزه، دلم برای مملکتم، برای ملتم میسوزه، دلم برای نوامیس ایرانی میسوزه، دلم برای دختر ایرانی میسوزه، دلم برای بانوان شریف ایرانی میسوزه. تو خارج از کشور باید برن تو فروشگاه ها تی بکشن و یارو جارو برقی بکشن، برن کار بکنن و چه بکنن، و آقایون فرق نمیکنه. دلم برای نظامی های مملکتم میسوزه، یعنی برای ارتشی ها میسوزه، ارتشی های ما خیلی ضربه دیدن. پس حالا پس باید یه کاری بکنم، پس بیام با ملتم آگاه کنم، دوتا داد و بیداد بکنم، چهار تا تو دهن آخون بزنم، همین کاری که دستم برمیان پیام شما رو بخش کنم، بدی رو بگیم بد، خوب رو بگیم خوب، افشاگری کنیم، بگیم مسروخ چیا باعث این بدبختی و مصیبت شدن، بریم میان پرستون تفرقه انداختن، بیان بگیم بشیر بشکه چه بلاهایی بر سر در طول این دو سه سال چه ضرباتی به تظاهرات زده که تعداد تظاهرات کم شد، بیان به شما ملت اینا رو بگیم،
طبیعیه که دارم تاوانشان میدم. بیاین بگیم که اون بچه که تازه از ایران اومده میگه که بچه نمیخواد خودشو به شاهزاده برسانه. خب بیاین به اینا، بیاین به شماها اینا رو بگیم. خب درسته که اینا برای ما شاخ میشن، آدماشو میفرسن به ما فوش خار مادر میدن، ولی یکی باید مرد باشه، باید سینه سپر کنه. بیاین بگیم به هر نامردی نگید پروفسور، این چوسفسور هم نیست، این بی پدر و مادر که به بانو ایرانی میگه زن خیابونی، خیابونی جد آباد داده بی پدر و مادر تنلش. خب یکی باید به اینا رو، اگه من اینا رو نمیدم میگفتم کی میومد اینا رو بگه؟ خود خودمون رضا احمدی شماره دو رو به من معرفی کنید. اگه آقای وطن خواهی خونه رو با نمیکرد، مرد و مردونه شرافتمندانه بیاین اسم آقای آریان وطن خواهی شماره دو رو به من بگیم. خب بیاین بگیم ببینیم کیه اون آقای آریان وطن خواهی شماره دو. اگه آقای سیاوش اینجا نبود، بابا این مرد شنبه یه شنبه نداره، مرخصی نداره. آقا یک ساعت مرخصی نرفته این مرد، 10 دقیقه برنامه ما دیر میشه، برای ما پیام میذاره آقا یه ربع با یه ربع 10 دقیقه تاخیر، یه ربع 10 دقیقه. خب مگه این مرد چی بوده؟ مثلا نمیتونسته بره دنبال زندگیش، نمیتونسته بره اصلا همین کاری که میکنه بره یه جا دیگه توی همه تلویزیون بره کارشم بکنه، مهنتش هم میکشه. خب احساس مسئولیت کرده. خانم مهناز نمیتونسته جای دیگه بره، مثلا بلد نیست بره یه جا دیگه نون آب خوش در بیاره، بدون دهشه پول، بدون یک قرون پول اومده اینجا داره انجام وظیفه میکنه. و بقیه اینا رو بهتون مثال میزنم که مردم، ما باید احساس مسئولیت بکنیم. جوان مردم وقتی میاد تو خیابون، همون آقا پسری که زنگ زد به آقای وطنخواه که آقا همه باید بیان خیابون، درست میگه، همه باید بیان تو خیابون، همه باید بیان فریاد بزنی. جوان مردم اومده تو خیابون داره میگه نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. بی 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 از بالای پشت بون چیز گرفته، از تو پنجره فیلم میده، نگاه کن نگاه دارن جوونا رو میزنن. خب پاشو بیا پایین، تو هی بشو بالا گریه کن، تو هی فیلم بگی، تو هی بزن تو سر خودت، احساس دلسوزی بکن، اصلا میکنی به چه درد من میخور؟ من اینجا هی بیام بشینم بگم آقای وطنخواه دمشق درود به شرف سربازه، خب همه اینا درست. خب من اینجا نباید بیام به ملت بگم مردم کمک بکنید که این آقای وطنخواهی که ما انقدر داریم ازش تعریف و تمجید میکنید، خب این آقای وطنخواه پس با چی باید این تلویزیون رو نگه داره؟ با چی نگه داره؟ خب با پول میخواد که این تلویزیون رو نگه داره، کی باید واسه جمع کنه؟ خب منی که خبر مرگم نشستم دارم مفت اینجا دوربین و میکروفونش دارم استفاده میکنم، منی که اومدم این بساط برام پنشه دادم کوف میکنم، خب حداقل یه آروغ بزنم یا نه؟ ها؟ بنابراین ملت ایران، این وظیفه شماست که این بار به صورت جدی، من اینا رو دارم میگم که این پیش زمینه آماده باشه، یعنی فردا معلوم نیست با این وضعیتی که من دارم میبینم، وضعیت اقتصادی و گرما و چه و چه و چه، من قشنگ دارم میبینم قل 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 داره میجوشه جامعه، امکان نداره این وضعیت ادامه پیدا کنه. اگر همین الان با هلیکوپتر رو شهرهای هر چیزی تو مملکت ما از بالا دلار بریزن سر شما، به شرافت بشری سوگند این رژیم رفتنیه، به شرافت بشری. نمیشه با تزریق پول، تو نمیتونی الان یه نفر بیا بگه آقای وطنخواه این چک این 10,000 دلار، آخه خالدا این 10,000 دلار فقط یه گوشه، آقا یه ماه، آقا من یه ماه هات بردو بینم. خب بعد ما باید چه کار کنیم؟ ماه سوم باید چه کار کنیم؟ ما باید فکر اساسی بکنیم برای این، برای تلویزیون. فکر اساسی چیه؟ که شما لطف کنید تو هر برنامه هر چی تو جیبتونه بدید، ما امیدمون به شما باشه که بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. ولی شما این پول ندید، ما چجوری مسیر رو ادامه بدیم؟ همین 20 دلار و 40 دلار و 50 دلار ما چجوری مسیر رو ادامه بدیم؟ آقای وطن خب با چی بره مسیر رو ادامه بده؟ مثلا باغ ونکش رو بفروشه، از ارث و میراث پدر بزرگش بره کش بره، اون خودمون کجا باید بیاره؟ بنابراین ملت ایران این دفعه که این صدای قلقل داره میاد، قراره اون اتفاق بزرگ بیفته. اگر میخواید نجات پیدا کنید، گوشتون به کاخ سفید نباشه. کاخ سفید این یعنی خانه سفید، این آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ بره اون تو، ما میگیم خب خدا رو شکر فعلا یه آقایی رفته اون تو که ما اومدیم تو خیابون، این آقا بگه دوربینا رو بندازین، نورافکنا رو بندازین رو تهران، رو اصفهان، رو شیراز، رو اهواز، پخش کن تو دنیا. اونجا دیگه سی ان ان نمیتونه بگه نه من رئیس جمهور مملکتم، چرا تظاهرات ملت اینا پخش نمیکنی؟ بعد نه داره ما مصاحبه چیز میکنه، سخنرانی میکنه، صدای انقلاب شما رو شنیدم، ما اخطار میکنیم به جمهوری اسلامی که چرا ملتشو داره میکشه. این نمیاد لشکرکشی کنه. همین که تو دنیا رئیس جمهور امریکا دهن باز بکنه، صدر اعظم آلمان مجبوره بیا تو تلویزیون ضد افش نشون بده، نخست وزیر انگلیس مجبوره به
طویله بی بی سی بگه آقا دیگه چرت و پرت نگین دیگه، نشون بدید دیگه. رئیس جمهور فرانسه مجبوره، همین بچه ننه مجبوره بیاد بگه، مجبوره سفیر جمهوری اسلامی رو بخواد بگه ببینی چه ده مردمتون رو میکشی، چون پشتیبانه پیدا کردی. این پشتیبانی به شرطی مؤثر واقع میشه که شما تو خیابونا باشین، ولی دوباره برو بالا پشتمون و برو تو بالا پنجره و برو زیر زمین و کشتن و آی فرار نترسیم ما، اینا چرت و پرته. باید بیدو خیابون، یادتون نره این چی بهتون میگم. این آخرین فرصت طلاییست که شما دارید. خب این جمله منو ضبط کنید برای خودتون پخش کنید. ملت بزرگ ایران، آخرین فرصت طلایی برای نجات خودتان و کشورتان و نسل‌های آیندهتان فرصتی است که قرار به وجود بیاد. شاهتون داره کار خودشو میکنه، کاری هم به کار پادشاهتون نداشته باشید. اعلی حضرت دارن کاراشونو میکنن، کجا میرن کجا نمیرن، اصلا کاریتون نه با ایشون باشه نه با اطرافیاشون، هیچ کاری به این داستانا نداشته باشید. شما ملت وظیفه دارید توی خیابونا بیایید، عکس اعلی حضرت باید تو دستتون باشه. ما باید به دنیا بفهمونیم رهبر انقلاب ما این آقاست، رهبر جنبش ما این آقاست، ما این آقا رو میخوایم، ما هیچ کس دیگری رو نمیخوایم، ما شاهمون رو میخوایم، ما جمهوری نمیخوایم، ما هیچ نوع جمهوری نمیخوایم. جمهوری فدرال، جمهوری دموکراتیک، جمهوری زوری، جمهوری با پول دستی، جمهوری باغ فستیوالی، جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلامی، جمهوری مسیحی، جمهوری یهودی، ما هیچ جمهوری نمیخوایم. ما اصلا جمهوری نمیخوایم، ما پادشاهی میخوایم. پادشاهمون هم این آقاست، برای اون نرید پادشاه بتراشی، نه، این آقاست، تراشیده و حاضر و آماده است. ما پهلوی نمیخوایم، ما خواهان ادامه سلسله پر افتخار پهلوی هستیم. تموم شد. چگونه؟ عکس علازه تو دستمونه، پرچم مقدس سرنگ شیر خورشید نشان که دارید و بچه ها همه آماده کردن، همه چی تو دستتونه. شعارهای جاوید شاه رو تو خیابونا باز کم شده، شعار نویسی ها شروع بشه. جاوید شاه، رضا پهلوی، بنویسید هر جا که نشستید، بنویسید تو پل، توی تلفن عمومی، تو این یارو با جایی که میرین پول میگیرین، تو تاکسی، تو مترو، تو هر جا، تو یارو اتوبوسا، جاوید شاه یادتون نره. با برچسب بچسبونید ایران آریایی، فرکانسشو بچسبونید که بیان مردم بیان ببینن. فقط خلاصه نشده به طویله لگن فروش دزد و طویله بی بی سی و اینا، طویله است، طویله های دیگه هم تو راهه. هر چی اومد الان وقت این نیست کسی براتون طویله بزنه، اینا طویله است. هیچ کس مثل ایران آریایی نمیتونه سلطنت علو مشروطه خواه باشه، این راحت بهتون بگم بدون تعارف. هر کس الان وارد بازی میشه و آی شاهزاد همه چرت پرت، من میام فرمایشات اعلیحضرت براتون پخش میکنم. هیچ کس نمیتونه بگه من یه تلویزیون زدم به اسم اعلیحضرت، به اسم شاهزاد، اصلا این همه چرت پرته. دکون دارن براتون وام میکنن. بابا لام از سبایی مخوتونه، یه کارواش برید یه سرویسی بکنید مخوتونو، اینقدر وارد بازی ها نشی، اینقدر نتمرگی با این تلویزیون ها، خبری نیست، اینقدر نشیزی من نگاه کنی خسته نشدین، کارتون رو بکنی، شعار نویسی بکنی، آگاهی بدید به مردم. همین که نرفتین رای دادین به این اراذل اوباش، میدونی چه قدم بزرگی شما باز شدید ما بتونیم تو خارج از کشور برداریم؟ میدونی چه اتفاقاتی تو خارج از کشور ما تونستیم انجام بدیم؟ چه کار ما که نمیدونیم به شما بگیم چیکار کنیم چیکار نه، شما تو صد مرا شست رفته اینجا میبینید. بنابراین تنها کاری که شما باید بکنید، ملت ایران، آمدن به خیابان. شما هیچ کاری ندارید که بکنید، اصلا کاری هم نیست که بکنید. تنها کاری که باید بکنید توی خیابان ها یک چیزی بگید، جاوید شاه یکی اون وسط اومد گفت زن زندگی آزادی، با مش میزنید که دندوناش بره تو حلقش که سه روز دندون پس بده. یکی گفت مرگ بر دیکتاتور، همونی که من میگم انجام بده، با چوب با مش بزنید تو صورتش، بزنیدشون چون زدنتون. و خارج از کشور میشینه میگه آقا فقط جاوید شاه، فقط ما، فقط پهلوی با شعار جاوید شاه به ایران برمیگرده، شاهتون فقط با شعار رضا پهلوی به ایران برمیگرده، شاهتون فقط با شعار رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی به ایران برمیگرده. شاهتون با هیچ شعار دیگه بر نمیگردد. خیلی راحت بهتون بگم ایران آریایی فقط با دلار و پوند و یورو سر پاش مونه، نه با ریال جمهوری اسلامی، چون ریال رو باید بریم مصرف باش تمیز کنیم.
با همین صراحت که بهتون میگم تنها راه ادامه نفس کشیدن شما جاوید شاه بازگشت نظام پادشاهی به ایران تموم شده رفت. هر کس اون وسط یهو گفت الله اکبر یا ابوالفضل بزنیدش، هر کس هر چی گفت بزنیدش، اگه یکی گفت چرا میزنید اونم بزنید، یکی گفت آقا نزن اونم بزنید، انقدر بزنیدش تا بیفته دستتون. میدونی چرا؟ چون ما متاسفانه اون چیزی که شماها دارید فکر میکنید به عنوان اینکه یک چیزم بدید دو دقیقه بهتون بگم. ببینید شما مردم چشمتون عادت کرده به سال 57 یه آخوندی رو بردن نشوندن تو نوفل لوشاتو پشتی گذاشتن پشتشی مش میکروفون گذاشتن جلو دهنش، شما خیال میکنید که الان شاه مملکتتون رو باید بیارن به عنوان یه رهبر اینجا بره اونجا بره سخنرانی کنه، آی ملت من با عنوان مثلا شما میخوان از شاهنشاه مملکت فیدل کاسترو بسازین، گاندی بسازین، نلسون ماندلا بسازین. دروغ اون اطرافیانی که مثل شهریار آی و دیگران این یه مدت اینا انداخته بودن تو دهان به هر حال جامعه که ایشون راه نلسون ماندلا به دور از خشونت، همشون خائنن. اعلیحضرت نلسون ماندلا نیستند، اعلیحضرت مهاتما گاندی نیستند، اعلیحضرت هوشیمی نیستند، اعلیحضرت فیدل کاسترو نیستند، اعلیحضرت عمر مختار نیستند، اعلیحضرت رهبر نیستند، اعلیحضرت پادشاه ایران شاهنشاه ایرانن. ما باید شاهو ببریم ایران تاج بذاریم رو سرش. شاه خودش نمیتونه بیا تاج بذاره رو سرش چون شاه تو ایران نیست، شاه رو تو خارج از کشور تو زندان نگه داشتن. کف کردم اسامی رو بگیم. یه دونه ترانه زیبا ما از ستار عزیز هنرمند بزرگ و ملی که خود ستار عزیز لطف کرده برای من فرساد کار جدیده، عشق رو تو این ترانه گوش کنید، عاشق بشید. عشق رو ازمون گرفتن که به تنفر رسیدیم، که وقتی میگن جاوید شا جاوید شا چرا میگیم فلو فلو شده میداره فوش خارمدر بهت میده. برو بریم تو اسامی. زو زیر دریای شاهنشاهی دلفین $50 دست درد نکنه سپاس. خسرو کرمانشاهی ایرلند $12 سپاس از لطف آقا محسن انگلیس $90 سپاس از محبتت. آقا مسعود مونترال $50 دست درد نکنه مسعود جان از مونترال. لیلای قاف $40 سپاس از بانو لیلای گل. بانو شهره $25 دست گل درد نکنه بانو شهره. امیر عزیز ما بلژیک $20 دست درد نکنه امیر جان. آقا فرهاد گل انگلیس $35 سپاس از فرهاد عزیز. آقا سعیدم آلمان $30 دست درد نکنه سعید جان. ژیلای عزیز ما از انگلیس $100 سپاس از بانو ژیلای عزیز. آقا روبرت گل ما لطف کرد جان نثار خاندان پهلوی شیکاگو $100 سپاس از روبرت عزیز. ایران دوستم شیکاگو $50 دست و پنجه گل همتون درد نکنه. با یک جهان سپاس از جان مهندس سیاوش گرامی، بانو مهناز، آقای آریان وطنخوا که دست گلش درد نکنه و شما خانم‌ها آقایونم که لطف محبت میکنید دستتون درد نکنه. تا چهارشنبه زنده و جاوید با سلسله پهلوی. مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد. پاینده با ایران شاهنشاهی، پاینده ایران جاوید شاه. کنارت رو ابرا قدم میزنم، کنارت تو دنیا تو مشت منه، خیالم چقدر راحت وقتی که یه زن مثل یه کوه پشت منه. تو اونقدر خوبی که حس میکنم خیال کسی مثل من تخت نیست. تو آبوشت اسمی کنم هیچ کس شبیه من اونقدر خوشبخت نیست. میخوام از خدامون یه چیزی بخوام، نمیخوام بمیرم ازت دوشم. خدایا بهشتت برای خودت، من اینجا تو خونم با عشقم خوشم. اگه خونمون خیلی کوچیک ما واسه زندگی خنده هامون بسه، واسه خواب هر شب تو آغوش هم یه بالش واسه هر دوتامون بسه.